بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر باشه، هم برای ما در آمریکا هم برای شما هر جای دنیا که هستید. امروز 29 سپتامبر سال 2017 میلادی است و برابر است با 7 مهر ماه 1396. خیلی خوشحال شدم که دیدم در ایران 7 مهر رو روز نکوداشت آتش نشانان اعلام کردن. بذارید من این، شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید رو فعلا بردارم و بیایم توی صفحه مردم تیوی، یعنی توی صفحه شخصی خودم، و این برنامه رو با دوستان در صفحه مردم تیوی هم شیر کنیم. اگر شما هم لطف کنید همین کار رو انجام بدید بسیار ممنون میشم و میتونید به این وسیله اونایی که باهاتون هم فکرن دعوتشون کنید، اونایی هم که باهاتون مخالفن به این وسیله شکنجهشون بدید، چون ما هر کدوممون قادر هستیم شکنجهگر خوبی باشیم. و اما شیر آن پیج یو منیج، بله پیجی که ما منیج میکنیم همین تلویزیون مردم هست، اینجا می‌نویسیم سوربی با مردم و از شما هم می‌خوایم که اون قسمت مردم رو پر کنید و با ما باشید. و اما امروز 29 سپتامبر 2017 کجا هستیم؟ USA، که خود USA نمی‌دونه کجاست. یه جاشو آب داره میره، یه جاشو طوفان داره میره، یه جاشو این ماجرای خانواده پلید ترامپ داره میره. و خیلی جالبه اونایی که گول ترامپ رو خوردن که تبلیغ میکرد که اینا چرا اینقدر پول خرج میکنن، چرا با هواپیما شخصی این ور و بر میرن، الان یکی یکی این وزرا و دستن در کارهای کابینش هی گندش بالا میاد که هواپیمای شخصی، هواپیمای ارتشی رو برکشتن بردن و بیش از 1 میلیون دلار تا حالا خرج اضافی گذاشتن. به حدی گندش بالا اومده که اون وزیر هلت و چیه آقای پرایس گفته من الان 52,000 دلار میدم. میگن آخه احمق، 52,000 دلار فقط خرج یک صندلی میشه که تو اونجا نشسته بودی، تو باید همه این پول هواپیما رو بدی. و به نظر میاد که ترامپ یکی دو نفر از اینا رو هم اخراج کنه، ولی خودش هم خیلی وضعش خرابه. پورتوریکو شما فکر کنید کسی که تهدید میکنه به کره شمالی، به ایران که ما میایم میزنیم اینها، مردم خودش، تبعه خودش 3.5 میلیون نفر الان در پورتوریکو، اینا بعد از 7 روز هنوز آب ندارن و به خاطر عدم مدیریت صحیح و وقت گذاشتن با مسئله این که توی مسابقه فوتبال نمیدونم سرود ملیشون که پخش میشه طرف اعتراض کرده یا نه، اونا رو ول کرده به یاد خدا. امروز صبح شهردار اونجا گریه میکرد و بیچاره ها میدونن که این آدم دیوونه ای هست، هی هم باید به اصطلاح باز چیزش میکردن، چاپلوسی میکردن که بله این خیلی کارش درسته ولی آقا کمک کن فلان اینها، حالا ببینیم چه خواهد شد. و اما امروز آقای حسن ارشاد برنامه 148 خود رو ارسال کردند و ما هم ساعت 4 براتون نشون میدیم. ساعت 3 بعد از ظهر یک مصاحبه جالبی دارم، ضمناً مصاحبه ای که دوتا مصاحبه من انجام دادم روز چهارشنبه، اگه ندیدید حتما برید ببینید مصاحبه ای رو که با آقای ایران بومی، دکتر ایران بومی انجام دادم. خیلی از دوستان گفتن یکی از بهترین مصاحبه ها بوده و مصاحبه ای رو که من با اون شخصی که به نام کامران قادری بلند شده از سوئد راه افتاده، زن و بچه و نوه و عروس و داماد ول کرده و داره پیاده میره به ایران و طبق گفته خودش هم نه هدفش معلومه نه برنامه داره و همین جوری میره. اتفاقا امروز یه ویدیویی باز دوست ما برامون فرستاده بود که آقا نگاه کن این رفته یه جایی ازش پول خوراک گرفتن، خوراکی قیمتش هم نوشتن، بعد میگه که من عادت کردم مجانی بخورم، حالا این خوراکی خیلی گرون بوده، انرژیمو از دست دادم. البته دوستان یادتون باشه
همیشه آدم بعد از خوراک انرژیش کم میشه، به این دلیل که بدن شما میاد حالا بره این به اصطلاح خوراکی رو که شما خوردی حذف کنه و بابت اون باید کالری و انرژی مصرف کنه. خیلی خوشحالم که این دوست ما آقای عادل شریفی هم اینجا هست، چون این ماجرایی که این آقای کامران قادری 60 دقیقه 57 دقیقه برشته ویدیو پر کرده و چیزایی گفته که اصلا حقیقت نداره، من حالا با مدرک به شما نشون میدم و از شما میخوام که شرایط ما را هم اینجا بدونید. چرا؟ آقای علی ترابی دیروز برای من یه ایمیل فرستاد. وقتی میگیم ایمیل، پیام، مسیج، حالا دیگه اگر مثلا شما با فیسبوک فرستادی نگو آقا من ایمیل نفرستادم، بالاخره یک پیامی فرستاد که آقای سوربی لطفاً با فلانی مصاحبه کنید. گفتم نه آقا، من با هیچ کس دیگه مصاحبه نمی کنم، از طریق به اصطلاح کارچاخکن و کارگردان و اینها. چرا حالا میگم کارگردان؟ توی تلویزیونای آمریکایی مجری برنامه است، تهیه کنندن، بعد یه عده دارن که بر اساس مسائل روز اینها میرن یه افرادی رو دعوت میکنن که بیان صحبت کنن. متاسفانه یا خوشبختانه توی تلویزیون ایرانی همه اینها خود ما هستیم، یعنی ما درست عین بانک صادرات عمل میکنیم. صبح زود که میان جارو میکنیم، ربع ساعت بعد میریم لباسمون رو عوض میکنیم و کت شلوار میپوشیم، میشیم معاون و رئیس و کارمند و الی آخر. یه دوستی به نام آقای عادل شریفی تماس گرفت و این ماجرای کامران قادری رو که داره راهپیمایی میکنه برای من گفت. گفتم خب چی و اینا؟ گفت آره این داره میره و آقا خیلی هم دور و برش دارن چی میکنن. من فکر کردم حالا یه کسی راه افتاده، یه گروهی هم همراهش راه افتادن. بازم صد رحمت به فولادوند که 4-5 نفر رفته بودن، یه از این مینی آروی ریکریشن ویکل، یه از این ماشین مسافرتی که مثل اتوبوس توش میخوابن، تخت خواب داره، هر وقت نمیخوان تخت خواب رو میزنن بالا میشه صندلی، و راه افتادن رفتن. وقتی نگاه کردم دیدم نه آقا یه بنده خدایی، حالا من اون موقع مثلا فکر کردم ایشون 30 چند سالشه، ولی این دوستمون اینجوری که نوشته و توضیح داده و من حالا بهتون نشون میدم و اینا رو من نمیخواستم نشون بدم، دلیلی که نشون میدم اینه که این کامران قادری که به الان دیگه برای من به نظرم یه آدم نادان عصبی میاد، این به اصطلاح ورداشته یه چیزایی گفته تو ویدیوش که البته اینا تبلیغ آقای کامران، اینا تبلیغ مجانیه برای شما. تو آمریکا میگن there is no bad publicity، یعنی هیچ تبلیغ بدی وجود نداره، هر کسی بیاد در مورد شما خوبی بگه، بدی بگه، حقیقت رو بگه، مردم کنجکاو میشن که ببینن این چیه که داره در مورد صحبت میکنه. اتفاقا تو ویدیوی جدید خودش گفته که خیلی هم برای من تماشاچی فرستاده. این آقای عادل که وقتم بعدم گفته بود لطفاً اسم منو نگید و اینها، یا اینکه با این آقای کامران قادری همدست و همکارن و دارن به این وسیله به رادیو تلویزیون های مختلف تماس میگیرن که از این تبلیغات یه عده‌ای رو مثل علی ترابی، یه عده‌ای رو مثل آقای ایکس ایگرگ این ور اون ور جذب کنن و هر سو استفاده مالی، حمایت اینها ازشون داشت باشن، چون آقا الان 3 تا اکانت راه انداخته، اکانت سوئد این، اکانت اینترنشنال این. والا من 30 سال تو آمریکا هستم، شهروند آمریکا هم هستم. اون روز به این اتفاقا HSBC زنگ زدم گفتم آقا ما چپ و راست داریم به این پیپل پول فی میدیم و میشه ما یه حساب کاغذامون هم ریخت، میشه یه حساب بین المللی داشته باشیم؟ گفت نمیدونم باید $100,000 پول داشته باشیم اینجوری باشه. گفت آقا نخواستیم، همون $30-40 ماهیانه رو این برور میدیم. ولی این آقا الان راه افتاده، اکانت داره اینها و یه کسی با یه 3 چرخه‌ای که بچه‌ها رو می‌بندن معمولا پشت دو چرخه که برن دو چرخ سواری راه افتاده می‌خواد بره. دیروز یه آقای به من زنگ زد گفت آقا من از ایران برنامه شما رو دیدم و من دکتر روانشناسم.
این چیزی که شما دنبالش میگشتی خیلی چقدر انگلیسی هاشون همه خوبن، حالا این که دکتره ولی کلا تو ایران گو این چیزی که شما میخوای دنبالش میگشتی بهش میگن midlife crisis، به فارسی هم میشه بحران میانسالی. هم بحران میانسالی برای آقایان هست، هم بحران میانسالی برای خانم ها. گویا خانم ها بهتر باهاش دیل میکنن، مثلا موشون رو رنگ میکنن، مدل موشون رو عوض میکنن. آقایون معمولا روانی ترن دیگه، مثلا از زنش جدا میشه، میره ماشین کورسی میخره، میره موتور سواری میکنه، یه دفعه یه کارایی میکنه که فکر میکنه این کارو انجام نداده. این آقا میگه با این توضیحاتی که این دوستمون داد که تصادفی کرده و گردنش چنین و چنان، این آقا هم دیپرس افسرده است و هم از لحاظ سنی توی اون سن 40 تا 50 سالی هست که بهش میگن midlife crisis یا بحران میانسالی. ولی بذارید اونایی که به من گفتید آقا چرا به این آقا اینقدر سخت گرفتید، بهتون نشون بدم که همون دوستش که حالا یا شریکشه، اگه شریکش نیست، میدونی که ما یه ضرب المثلی داریم میگن که شریک دزد و رفیق قافله، یعنی ایشون ممکنه با این رفیق قافله شده باشه که حالا شریک دزدا هم باشه، وقتی دزد اومده زده چرخشو برده چیاشو برده، یه دم ببینید مثلا سرکله این آقا. اینجوری که این آقای عادل شریفی میگفت، عادل شریفی توی ایرانه، ولی این آقا که خودشم اون روز گفت آنکارا، ترکیه، هرچی که اصلا برای من مهم نیست، ولی بذارید من این بهتون این پرونده رو باز کنم و روشن کنم و یه چند تا پیام و عکس و اینها رو بهتون نشون بدم و ببینید ما که اینجا نشستیم وقتی یکی میگه آقا چرا با فلانی مصاحبه نمی‌کنیم، ما هزار و یک مسئله رو باید داشته باشیم. اسم آقا چیه؟ کامران. یه چیز براش درست کردم، به اصطلاح یک فولدر یا یک پوشه‌ای که من قشنگ الان شما رو میبرم و این پوشه یا این فولدر رو بهتون نشون میدم. ببینید خب خود اینا وقت میگیره، باید کار بری انجام بدی تا بیای. من اصلا برام مهم نبوده که رو فیسبوک اینا چی گفتن، روی اسکایپ چی گفتن، ولی وقتی اون نادان اومده گفته که ایشون دنبال من بوده که با من مصاحبه کنه، من مجبور شدم که این کار رو انجام بدم. این عکس آقای عادل یا وبسایتشو به اصطلاح تماسش و اینها رو با من دوستان ببینید، نمیدونم شما میتونید اینها رو بخونید واضح هست یا نه. ببینید این آقا نوشته که بذارید اینجا بیارم براتون، 4 به 3 اینجا ببینید اینا همشون هم یه تلفن دستشونه، از هر مکدونالدی، از هر کافه‌ای، از هر رستورانی میتونن بشینن با شما تماس بگیرن. این اصلا عکس صفحه تلفن قادری، کامران قادری. بعد نوشته که اینجا نوشته درود جناب آقای سوربی، من از طرف کامران قادری تماس میگیرم. کی تاریخ این دوستان؟ سپتامبر 14. من با این آقای قادری کی مصاحبه کردم؟ سپتامبر 27. 13 روز بعد، 13 روز قبل آقای عادل شریفی، میبینید این عکسش، اینم اسمش، با من تماس گرفته که من از طرف کامران قادری تماس میگیرم. خب اینو داشته باشی. بریم بعدش. 102. من گفتم خب این کیه، چی میگه اینها؟ این ورداشته برای من توضیح میده ایشون این لینک را برای من فرستادن و گفتن با شما تماس بگیرم. دوستانی که ویدیوی کامران قادری رو دیدید، اگر اونجا میگه سوربی میخواسته با من تماس بگیره، این نوشته رو نگاه کنید. نوشته ایشون این لینک رو برای من فرستادن و گفتن با شما تماس بگیرم. حالا جالب اینه که اینجا نوشته مهرزاد پاکزاد. حالا اینا کی هستن، چه گنگی هستن، خدا میدونه. من اینو براتون بزرگتر میکنم که با هم بخونیم. میدونم جمعه هست، حوصله این کارا نیست، ولی دوستان حواستون باشه به این و اون بهبه و چهچه میگید، مخصوصا
مخصوصا از دیروز که اعلام کرد تمام این گفت و شنودهای شما با این و اون، با سوربی، با نمیدونم آقای عادل شریفی، با آقای کامران نیو قادری، همون پریروز بلافاصله بعد از مصاحبه رفته یه فیسبوک دیگه درست کرده، کسی که گفت من فیسبوک بلد نبودم درست کنم، دخترم و خانمش درست کرده براش، درست میگم، ولی بلافاصله رفت یه فیسبوک جدید درست کرد به نام کامران نیو قادری. نوشته که کامران قادری اول فروردین 96 از جنوب سوئد پیاده راه افتاده و قصد دارد تا روزی که بتواند پرچم سرنگ خود را مقابل مقبره کوروش پهن کند، به این پیاده روی ادامه دهد. کامران قادری که امروز در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه در انتظار ورود به این کشور جنگ زده است، تا کنون پیاده 11 کشور از 11 کشور رد شده. راهپیمایی برای آزادی ایران، گوش کنید دوستان، راهپیمایی برای آزادی ایران، اوکی؟ ولی اون آقا وقتی مصاحبه میکنه میگه من خودم هم نمیدونم برای چی و هر روز که میرم برنامه‌ام عوض میشه. نام راهپیمایی برای آزادی ایران نامی است که کامران قادری به این حرکت نمادین داده و با هدف برگزاری انتخابات آزاد در ایران آغاز شده است. شهریور 1396، 15 اول فروردین امسال برابر با 20 مارس، کامران قادری سفر پر. دوباره همون نوشتن، ولی تیک تیکای نوشته ها رو که هی نوشتن و این مرد 47 ساله مثلا اینجا نوشته، سفری که به گفته این مرد 47 ساله از 22 سال پیش در شهری در جنوب سوئد زندگی می‌کند، مقصد نهایش آرامگاه کوروش در ایران است. کامران که امروز پس از 6 ماه پیاده روی به نزدیک مرز ترکیه با سوریه رسیده است، در گفتگوی تلفنی با کیهان لندن، این همونه ها دوستان، ببینید یه سری کارگردانایی هستن، کارچاخکنایی هستن، به این تلویزیون، به اون تلویزیون، به این نشریه، به اون نشریه تماس میگیرن، از هر جایی یه نفر مثل پتیک پیدا بشه فوری دلسوزی کنه بگه $100 میدم برای اینا بسه. اینا یه مش آدمای بیکاری هستن که این آقا از 15 سالگی رفته سوئد. شما از بپرس چی کار کردی تو سوئد؟ چه شغلی داشتی؟ اونجا فوری جوون ازدواج کرده که الان پسر و دخترش هم ازدواج کردن، نوه دارن. 47 سالش این آقا، هم پسرش ازدواج کرده، هم دخترش ازدواج کرده، هم خودش ازدواج کرده، هم نوه هم دارن. حالا بماند، اونا چیزای شخصی و ما بربود نیست، ولی اینه. در کیهان لندن میگوید هدف من از این راهپیمایی زنده کردن امید در قلب جوانانی است که باید برای آزادی ایران مبارزه کنند. دوستان ببینید، مبارزه کنند یعنی چی؟ یعنی همونی که گفتم بیچاره، تو وقتی میگی مبارزه، اون آخوند جمهوری اسلامی هم همینا رو نگه میداره، فردا وقتی اسیرت کرد انداخته تو زندان، طبق همینها حکم اعدامت هم قشنگ صادر میکنه. اون وقت ببینم این آقای عادل شریفی که امروز در یک کشور آزاده یا در ایران آزاد نشسته داره شما رو اینجوری این ور و ور میفرسته، فردا اسم شما رو میاره یا اونم یه صفحه جدیدی باز میکنه با یه عکس جدید. خب پس ایشون میخواد مبارزه کنه. این حرکت نمادین که کامران نام آن را پیمایی گذاشته و اینها، در ابتدا ندای امید نام داشت. اون باز ندا خانم یادتونه که کشته شد، دختر بیچاره‌ای که از کلاس موسیقی با استادش داشتن میمدن توی تظاهرات سال 1188 اون انتخابات، ماشین طرف جوش میاره، پیاده میشن راه میرن، یه احمقی نمیدونم بسیجی از اون بالا گویا با تیر زدتش. این ندا چه تلویزیون ها که در آمریکا درست شد، چه تمرهای پستی که چاپ شد، چه سوء استفاده هایی که کردن، حالا ندای امید، امیدی که اون میخواد در قلب ایرانیان زندگی کنه. کامران پس از 6 ماه پیاده روی او برگرد، دوباره همین نوشته، اون میگوید در آغاز سفر همین و اینها، بعد همراه تو هم لایک و شیر و کامنت رو بمانه. حالا بریم دوباره عکسای دیگر رو ببینیم دوستان. این آقای عادل شریفی هست که عکسای اینو میذاره و با من در تماس بوده، یعنی این رو فیسبوک من و آقای عادل شریفی. نگاه کنید، عادل شریفی یعنی همراه تو هم لایک و اینها، بعد میگه که لطفاً امروز صبح، ببینید سپتامبر 15 یعنی چند روز الان، 14 روز قبل، 2 روزم ماه بذاشش، 12 روز قبل از مصاحبه من با ایشون. باز آقای عادل
لطفاً امروز صبح زمان شروع فعالیت کاریتان را یک لایک بدهید، با شما تماس بگیرم. کارم خیلی فوری هست. سپاس. آقای کامران قادری. اگر این آقای عادل شریفی هم دست و هم کار شما نیست، مواظبش باش. بنده دنبال شما نبودم. بنده اینجا روزی 10 نفر زنگ میزنن، میگه من شاعرم، من فعال سیاسی ام، بیام مصاحبه کنم. میگن نه آقا، اون زمانی که من عاشق مصاحبه کردن بودم 20 سال پیش بود، گذشت. امروز هر کی میخواد مصاحبه کنه باید پول زمان برنامهش رو بده. ببین آقا، آقای قادری، اگه با این آقا شریک هستی که good for you، برید مردم رو سرکیسه کنید، به مرزم که رسیدی دور بزن برگرد بیا بگو که گولتون زده. ولی اگه با این آقا شریک و هم دست نیستی، این آقا داره شما رو پیاده میبره در دام آخوندها. دوستان این گفته من امروز ثبتش کنید یه جا. دیدید میگن این خط، این هم نشون. خب حالا ببین چی کار میکن. من نوشتم یه لایک یعنی چی؟ علامت سوال. میبینید من نوشتم تلفن من اینه 202-695-2573، ایمیل من این هست usa.sorby@gmail.com. یعنی چی؟ یعنی من تمام چیزایی رو که همه شما هم میدونید برای اینا فرستادم. این چهارمین باز صفحه از ایشون بوده. دوستان ببینید چند بار اون با من تماس گرفته. 15 سپتامبر، You missed a call from Adele، ساعت 10:54. You missed a call from Adele. من پیامم گذاشته، حالا پیامش هم براتون پلی میکنم. دوباره You missed a call، ساعت 11:30. ببینید یعنی از ساعت 10:54 تا 11:30 36 دقیقه ایشون هی نشسته زنگ زده. من براش چی نوشتم؟ نوشتم دوست گرامی، آیا شما پیام های ما را خواندید؟ لطف کنید بیشتر دقت کنید، یعنی انقدر مزاحم من نشو. من برای تو نوشتم تلفن دارم، برای تو نوشتم ایمیل دارم، هی اینجا زر و زر زنگ نزن. خب بعد اینجا نوشته که من، نگاه کنید دوستان، برایش نوشتم من شما را بلاک میکنم، امروز در برنامه هم میگم. ایشون فوری برداشته نوشته آقای سوربی، من هیچ راهی برای تماس با شما ندارم، فقط مسنجر فیسبوک. الان با آقای کامران قادری میگم با شما با همین مسنجر تماس بگیرید. من باز برایش اینجا نوشتم تلفن این و این، بعد نوشتم من پیام کامران را گرفتم. یعنی کی؟ دوستم پیام گذاشت برای من، آقای کامران پیام گذاشت. با ایشون صحبت کردید؟ بریم عکس بعدی. 105 نوشته با ایشون صحبت کردیم. دوستان نگاه کنید، تاریخ ها رو نگاه کنید، روزا رو نگاه کنید. این هنوز به 16 سپتامبر نرسیده. نوشتم خودش پیام گذاشته. آقای کامران قادری، یا دروغگو هستی یا به خاطر اون مریضی که داری متوجه نمیشی. خود شما برای من پیام گذاشتید، امروز پخش میکنم، من باید برم، 16 دقیقه دیگه برنامه زنده دارم. این برای من برداشته فرستاده اسکایپ کامران قادری اینه. منو نوشتم مرسی. بعد نوشته باور کنید نت کامران توی دشت خیلی ضعیفه و من هم همینطور. اون تو دشته، شما چه کار هستی؟ anyway، من نوشتم برنامه دیروز را تماشا کن، 3 مرتبه تماس گرفتم جواب نداد. چون اینجا گفته بود این بخواد تماس بگیره، اینم اسکایپ، ما هم یک کسی را افتاده میخواد یه کاری انجام بده، کمکش میخوایم بکنیم. 3 بار زنگ زدیم، شما هم شاهدید. اوکی، توی این برنامه هم نشون دادم. خدایا چقدر خوبه من همه اینا رو نگه میدارم. بله، حالا اینجا آقای کامران، ببینید دوستان هنوز رسیدیم به کی؟ تیوزدی 12:04 پی‌ام، سه شنبه. اینشون برای من میگم آقا خب این کیه، چیه، برنامهش چیه، من باید بدونم وقتی میخوام با یکی صحبت کنم. ببینید چی نوشته. اینو آقای عادل شریفی فرستاده. کامران قادری 47 ساله، متولد یک شنبه 15 شهریور 1349 تهران، محله زعفرانی خیابان آصف، در سن 15 سالگی به همراه خانواده از ایران رفتند و ساکن سوئد شدند. از سن 20 سالگی تا اکنون با دوست دختر خود زندگی مشترک دارد، یعنی ازدواج نکرده، همینجور با یه دختر سوئدی زندگی میکنه. دارای دختری 22 ساله و پسری 20 ساله هستند که هر دو ازدواج کردند. کامران 2 سال است که پدر بزرگ شده، دارای مشاغل مختلفی در سوئد بوده که به عنوان مثال رستوران کوچکی افتتاح کرد و بعد از 8 سال با امکانات کافه و بار و سالن رقص
گسترشش داد، اکنون معلم دبستان می باشد، فعالیت های خیرخواهانه و بشر دوستانه داشته است. کامران تابعیت هیچ کشوری را قبول نکرد، دروغ، چون اونجا میگه من سوئدی هستم. وقتی حتی دیروز توی ترکیه یه دو اومدن گفتن تو کی هستی و زنگ زدن پلیس آمده، اونجا پاسپورت سوئدی نشون داده. کامران تابعیت هیچ کشوری قبول نکرد، حتی شناسنامه ثبت احوال دوره شاه را هنوز دارد، عضویت وابستگی و فعالیت برای هیچ حزب و گروه دستی سیاسی اپوزیسیونی هم ندارد. مدرس حرفه‌ای اسکی روی یخ بود که به خاطر تصادم حین تمرین مورهای گردنش آسیب می‌بیند و پس از جراحی بسیار پرریسک روی گردنش، پزشکان به اون میگوید امکان ورزش کردن برایش وجود ندارد و ممکن است پیچ و مورهای پلاتینی کنار عصبش گردن قرار دادن با هر ضربه ناگهانی کوچکی به رگهای عصب آسیب برساند و احتمال خطر فلج و مرگ وجود دارد. فقط میتوانست برای ورزش قدم بزند. پس تسلیم نشد. پس از 2 سال تمرین‌های پیاده‌روی و آموزش‌های مرتبط گوناگون قدم به راه خطرناک و طولانی گذاشت. لحظه تحویل سال 1396 با آغاز بهار اولین گام را برداشت و به سمت ایران با پرچم ایران تاکنون 11 کشور را پشت سر گذاشت و با آنکارا رسیده. هزینه‌های بسیار سنگین سفر را از پسنداز خودش تأمین کرده، از هیچ خارجی کمک مالی و اسپانسر نگرفت. میگوید تمام سفرم سمبولیک است. چرا پرچم شیر و خورشید؟ از او حتما بپرسید. نگاه کنید دوستان، این به من میگه از او حتما بپرسید، چون سوال من هم است. هدف کامران بارها توسط خودش در فیسبوک و مصاحبه ها اعلام شده. من را بابت این شرح مبهم و دارای اشکال ببخشید، خواستم کمی کامران قادری را توضیح داده باشم. و بعد از اون 3 تا پیام گذاشته: آقای علی ترابی خوش آمدی، آقای ترابی گوش کن، دیروز که به شما گفتم من با هیچ کس مصاحبه نمی کنم برای که ما شدیم افراد مارگزیده‌ای که از ریسمان سیاه‌سفید هم میترسیم. شما با هر کی میخوای ما مصاحبه کنیم به اونها بگو با ما تماس بگیرن. یادتونه حتی این آقای پیمان عارف برای ما نوشته بود که صوبی دنبال من بوده، من نشون دادم که اون با من تماس گرفته، اون برای من ریکوست فرستاده. و این خواهش میکنم به دلایل شخصی در برنامه اسمی از من برده نشود. یعنی شما بدون واسطه با آقای قادری در تماس هستید. ببینید دوستان، دروغ محض. طرف از اول بذار بیانش بالاتر، ببینید این قسمت میبینید شما، واسه صفحه رو عوض کنم. حالا ببینید روی این صفحه های فیسبوک و اینها چه مارمولک هایی دارن زندگی میکنن. نگاه کنید، طرف از اول تا حالا کارگردانی کرده، ولی اینجا میگه خواهش میکنم به دلایل شخصی در برنامه اسمی از من برده نشود. یعنی شما بدون واسطه با آقای قادری در تماس هستید، سپاسگزارتون میشم. نخیر آقا، واسطه شما بودی. با کدام؟ بله. خب اجازه بدین بیایم حالا این 106 اینا رو ول کنیم، بیان پیامایی که آقای قادری گذاشته براتون من پخش کنم. این هم پیامایی که روی فیسبوک میبینید. همه اینها دوستان به اصطلاح جمع شده به عنوان مدرک توی فولدر این آقا نگهداری شده. حالا ما که نشستیم تو آمریکا، به جای اینکه برای دنبال پول و درآمد و اینها باشیم، یه مشکی آدم مزلف بیکاری که یا دارن از دولت سوئیس کمک میگیرن، سوئد کمک میگیرن، یا دارن از دولت‌های اروپایی کمک میگیرن، ما های باید بشینیم برای اینها وقت تلف کنیم. بذارید یکی از اینها همین آقای عادل شریفی، ببینید در دقیقه الان شروع کنیم دیگه. بفرمایید، یه دقیقه برای برنامه شما مهم نیست. ببخشید متنم مشکل زیاد داشت، ولی با عجله نوشتم، خواستم یه پیشزمینه از کامران قادری داشته باشید. منم چند بار سعی کردم که این مصاحبه شما را قادری ترتیب بدم، ولی دوستان ایشون میخواد مصاحبه منو با قادری ترتیب بده. آقای قادری یه بار دیگه بهت اخطار میکنم، اگه این آقا شریک و هم دستت نیست، مواظب این آقا باش، سر خر کچ کن، برو به طرف سوئد. بی خود داری میری بیچاره، با این قشنگ داره میفرستت تو دام آخوندا. نگاه کنید دوستان، ببینید تو اون 3 تا پیامی که گذاشته، من میام دقیقه 1 و 11. این پیام ها موجوده، اگه کسی خواست میتونه بگه من براش بفرستم همشو، چون برای قادری هم فرستادم، گفتم مواظب باش. گوش کنید.
پیش کردم که بنویسم و الان یادم اومد گفتم براتون پیام صوتی بذارم، این که آقای کامران قادری اختلال دیسلکسی داره. منم زیاد راجع به این اختلال چیز نمیدونم، ولی تا اونجایی که سرچ کردم یه اختلال لخوندن نوشتن از کودکی باشونه. یعنی خب این آقا اختلال داره، حالا میان سال شده، بحران میان سالی، سر به بیابون گذاشته. خب بریم دقیقه 5 و 8 این پیام هایی رو که هست و همه اینا رو اگه خواستید گفتم براتون میتونم بفرستم با فیسبوک، یه پیام بفرستید من براتون اینها رو ارسال میکنم. آقای رایان گوش کن ببین مشکلات ما چیه. مشکلات ما کوالیتی تصویر و موی بلند من و موی کوتاه من نیست. 5 و 5 گوش کنید. و اینی که چه مشکلی داره که سر به بیابون گذاشته، خب خیلی ازش سوالایی کردم که لایک کنم واضح جوابشون رو داده و حتی گفته من بعضی از حرفایی هم که میزنم ممکنه 100% درست نباشه، نظر شخصی منه و بعضی وقتا اومده اصلاحشون کرده، یعنی مصرم یه حرفش نمیمونه. اینی که مثلا خطر داره براش اونجا یا بعضی بهش گفتن عامل خود جمهوری اسلامی یه چیزای دیگر توی لایکاش دروغ جواب داده. دوستان متوجه شدید؟ میگه به اصطلاح این ماجرا سوالای دیگران هم هست و بریم دقیقه 5 و 45 اینا هر کنش که یه پیام دیگه هست، چون مثل که فیسبوک 1 دقیقه بیشتر نمیذاره اینها پیام بذارن. دقیقه 5 و 45 ببینید اینجا چی میگه آقای کامران قادری. حالا دیسلکسی داری نمیتونی بخونی و بنویسی، گوش شنوا داشته باش، گوش کن ببین این چی میگه. و اینی که چرا سر به بیابون میشه با یه گفتگوی خیلی داغ و حالا اصطلاحی که همه به کار میبرن، نمیدونم درست قلدی شد، چالش برانگیز، میتونیم که راست و دروغش رو در بیاریم. من دوستم، دوست صمیمی هم هست، ولی بهش گفتم که من تو راه ایران با کسی دعوایی ندارم، اگر ببینم حرف اشتباهی داره گفتم که راه اشتباهی داره زده میشه، خب راه همون لحظه جدا میکنم. مادامی با شما هستم که احساس دوستان دیدید طرف دیدی وقتی میاد نون میخره میگه مثلا آقا نونت گرم باشه، انگار که حالا اینا پول دادن، پول اضافی هم دادن، میخوان مصاحبه هم خیلی داغ باشه. از خودتون سوال کنید نقش این آقای عادل شریفی توی این مصاحبه چیه؟ چرا میخواد این مصاحبه داغ باشه؟ چرا میخواد سوربی راجع به پرچم و ماجرای سفارت ترکیه سوال کنه؟ چرا میخواد سوربی این شخصی رو که خودشم میگه من برنامه‌م هر روز عوض میشه به چالش بکشه که این مدارک رو داشته باشه که فردا که پای این بدبخت خدا زده رسید به ایران یکی اینا رو بزنن رو میز؟ آقا مصاحبه کردی با کیهان لندن گفتی مبارزه، مصاحبه کردی با تلویزیون مردم گفتی میخوام برم جوونا رو اینجوری کنم. حالا باز صد رحمت به ما بهش گفتیم آقا شما اگه قانون و بلد باشی وقتی به یک کشوری میگی من میخوام بیام نابودت کنم، اون کشور از هر وسیله استفاده میکنه که تو نابود کنه. شب یه نفر با ماشین میزنه بهت میره، بعدا میگن تصادف شد، تاریخ بوده، در جهت فلان داشته میرفته. کی به کی؟ بیچاره کامران قادری، برگرد برو به خونه و زندگی. پیام های شما هم هست، هر کی میخواد روی فیسبوک پیام بفرسته من براتون این مدارکی که اینجا هست از 101 تا 109 نوشته های اینها، ویدیوی کامران به اصطلاح پیام های کامران قادری رو فیسبوک که گذاشته که دیگه به حالت التماس که آقا من هی تماس گرفتم، حالا یه جایی نشستم اینترنتم درسته، شما تماس بگیرید. بعدم دیدید وقتی من تماس گرفتم حتی نور کافی نبود، بهش میگم آقا یه نور بگیر تو صورته، لامپ آورده، میگم نه بابا اینجوری که میسوزونی خودتو. کسی که میخواد چیز کنه، من اینجا الان به شما یک ویدیوی نشون میدم. دوستان یادتون باشه وقتی میخوان با یه جایی مصاحبه کنید، من اتفاقا برای تمام اینهایی که باشون مصاحبه دارم اینا رو میفرستم. این یه دختر خانمی رو نشون میده که میگه بابا اگه میخواین ویدیو درست کنین، حالا این ویدیو برای هر چی میخواد باشه، میگه اینجوری عمل کنید. دوستان نگاه کنید پلیر 5
این دختر خانم نه توی استدیوی جهانیه، نه توی نمیدونم، ببینید توی اتاقش نشسته، ببینید چه کار میکنه، چند تا کتاب گذاشته زیر لپتاپش. من اینو مثلا با آقای سهراب چمنارام گفتم، ایشون الان ویدیوهاشو نگاه کنید، زمین تا آسمون با اون ویدیوهای قبلی که با اون تلویزیون عقب افتاده انجام میداد، همه دوربینا پایین، شما سوراخ دماغشون رو میبینید و سقف رو میبینید و اینها فرق میکنه. این ویدیو رو شما ببینید و عمل کنید اگه میخوان با یک کسی مصاحبه ویدیویی داشته باشید. من ساکت میشم. Creating a great video is easy. Here are some tips to keep in mind. Recording a video with poor lighting will make your video almost unwatchable. Whenever possible, record your video during the day and sit close to a window. If the sun is coming in, don't let the sun directly hit you. The key is to have your face evenly bright on both sides. If you're recording from a desktop computer or shooting in the evening, brighten up your room with as much light as possible. Use any kind of lamp and set it close enough to your face to brighten it up. Make sure there is enough light under your eyes. Be careful not to put the light too close. It will make your face look bright and washed out. Always make sure that the camera is slightly above your eyes. If you're using your laptop, be sure to raise it up. Make sure the camera lens is a good 16 inches away from you. Practice what you want to say before you begin recording your video. Speak clearly and be careful not to go on and ramble. Do wear makeup. Don't overdo it. Don't wear clunky jewelry or record in a noisy place. Do wear a shirt with a solid color. Don't wear shirts that are too bright or have patterns or designs. Creating a great video is easy. بسیار عالی. خیلی کوتاه، مفید، مختصر. دیدید من داشتم با کسای مصاحبه کردم، طرف انگشتر دستشه تاق تاق میزنه رو میز و من از اینجا میگم آقا روی میز نزنید. این میگه علنگو و انگشتر و اینا تو در بیاد. خود من بارها شده پیرنای پوشیدم خط خطیه و تو چشم شما هی اینجوری اینجوری میشه. بعد میگه که اگر دم غروب هست میخوای مصاحبه کنی یا ویدیو چیز کنی، نور بیرون رو فراموش کن، نور داخل رو تنظیم کن. همین کاری که ما اینجا میکنیم. ما اینجا با وجودی که روز هست پرده ها رو میبندیم و اینجا از بیرون نوری نمیاد، نورهای ما به اصطلاح دستخوش ابر و باد و مه و طوفان و فلک نیست. اینا رو من برای این آقا فرستادم و ببینید ویدیو چی. با کسی که امروز مصاحبه داشتم، یه آقای هست که دیپلمات سابق ایران بوده، الان توی دانشگاه های ترکیه تدریس میکنه. من برای این آقا نوشتم که یه چیزی من خوندم، اجازه بدین براتون بگم. تندروهای داخل ایران نمیگذارن روحانی در سیاست بین الملل برنامه خود را اجرا کند. بعد این برای من خیلی جالب بود و به نظرم اومد که ایشون یه چیزی بلده. براش نوشتم اگه میخوای بیا مصاحبه کن و بعد گفته باش. که جمعه براش همین ویدیو رو فرستادم، براش چیزهای دیگر رو فرستادم، گفتم اگر سوالی هست، موضوعی هست که شما میخواین مطرح بشه برای من بنویسید، من اون رو میپرسم، شما بازش کنید. این رسمه توی تلویزیون‌های آمریکایی، میگن if there is something that you like to elaborate it، میخواین درباره صحبت کنید برای ما بفرستید، ما چیز میکنیم. آقا گفته اوکی و فلان اینا. بعد برای من اینو نوشته قاعدتاً تلویزیون فرد مصاحبه شونده رو معرفی میکنه. آقا منی که دیروز با شما آشنا شدم، نمیدونم تمام این چیزایی که اینجا نوشتی راسته یا دروغه، من بیام شما رو معرفی کنم؟ اینجا رسم اینه. گفتم آخه شما که میگین قاعدتا ما ایرانی ها کدوم چیزمون بر اساس قاعده و اساس و نمیدونم اینها هست؟ اینجا رسم اینه، وقتی یکی میارم بهش میگن که یه مقداری از خودت بگو. طرف میگه که من سوربی هستم، تو شیراز متولد شدم، هیچ کار دیوانه واری انجام ندادم، قهرمان این نبودم، قهرمان اون نبودم و مثل همه. بعدم در رفتم اومدم دنبال آزادی و فعالیت های به اصطلاح اجتماعی، سیاسی هم هیچ وقت دوست نداشتم، هنوزم دوست ندارم. این تعریف منه. بعد شما میگه اینجا چه کار میکنی؟ میگم اینجا مثل اونای دیگه هم آه و ناله نمیکنم. ما از راه بیچارگی اینجا نیومدیم، ما از راه فلان به این سومعه. نه آقا، دوست دارم با مردم باشم، دوست دارم حرفمو بزنم، چون جایی پیدا نمیشه توی محفلای ایرانی که حرف بزنی، خودم این بر تلویزیون مردم راه انداختم.
حالا آقا وسط برنامه‌ای که دارم من صحبت میکنم نوشته آقا من بیرون هستم ساعت 10 شب ترکیه بیرون هستم میتونم با تلفن دستیم. گفتم بابا ولم کنید. نه آقا نمیتونی. اینا را اگه ازشون پول بگیری دوستان، از سه روز قبلش میره خونه دوست دخترش، میره خونه دوستش، میره خونه خودش، چراغ درست میکنه، نور درست میکنه، میشینه، چون پول داده. دوستان بهتون نصیحت میکنم، اونایی که تو کار رادیو هستید، تلویزیون هستید، پول بگیرید از اینا. اگر اینها مفتی بیان حرف بزنن، اون برنامه شما هم به مفت نمیارزه. وقتی پول بگیرید طرف قشنگ صحبت میکنه، هر چی هم میخواد بگه بگه، دیگه پولش داده، چون پول داده تکرار مکررات نمیکنه و الی آخر. در صورت این جناب سوری، من زمانی که با کامران آشنا شدم گفتم وارد ایران نشه، راست میبرنش. شما نوشتی وین اوین، بله. اینم از این ماجرا، بذارید ببینیم این ماجرای ما چی شده. بله خب این داره کار میکنه، از این بابت خوشحالیم و امیدواریم که ضبط هم بکنه. اگه ضبط نکنه خیلی کارمون خراب میشه. ولی میگه که earlier media multi-algal computer could not handle your request. بله میگه که خیلی داره میکشه. اسکایپ رو خاموش کردم. آقا اسکایپ رو روشن میکنیم، اینا همش ما با پول اضافی بدیم بندویت اسکایپ رو روشن میکنم که از اینجا با آقای ترکیه که میگه دیپلمات بوده بعد اومده نمیدونم اونجا، بعد بهش میگم آقا شما تو اسپانیا درس خوندی، چرا رفتی ترکیه زندگی میکنی؟ حالا اینجوری که میگه لابد اسپانیا درس خونده رفته ایران، همچین که مقامی گرفته و کاری گرفته، دومش گذاشته رو کولش اومده بیرون، حالا میخواد اینا رو استفاده کنه. بگذار آقا ولم کن. حالا من نمیدونم، من نمیتونم با سرعت بیام، با سرعت بیام، با صوت میام. گفتیم آقا برو برو هر وقت خواستی بیا پول بده. اتفاقا تو یکی از اون ایمیل ها اون روز بهتون نشون دادم، من حتی برای این آقای عادل شریفی نوشتم که آقا من یه بار از یه نفر دعوت میکنم، به هر دلیلی اگه تقصیر اون بود نیامد دیگه من دعوت نمیکنم، اون بعدش باید پول برنامه رو بده. ما که اینجا نوکر و چی میگن غلامسیای پدر اینها نیستیم. در صورت اینم از این. و اما آقای ترامپ دیگه میتونید از این به بعد به جای شارلاتان بنویسید ترکمون، چون واقعا ترکمون زده به سیستم آمریکا، ترکمون زده به خودش، ترکمون زده به خانواده‌اش. کس که میگفت این هیلری کلینتون چرا از سیستم‌های خصوصی استفاده کرد برای دولت، 6 نفر که 2 نفرش از خانواده‌اش هستن، دخترش و دامادش، اینها از سیستم شخصی استفاده کردن برای کارهای دولتی و 4 نفر دیگه که حالا اونها مهم نیستن. و ببینید که چه گندی زده. طرح بیمه اوباما که اصلا به غلط نامیده میشه اوباما، که این affordable care هست، یعنی بیمه‌ای که همه کس میتونن افورد کنن، یعنی قدرت پرداخت حق بیمه ماهیانش رو دارن، یا اگه نداشته باشی دولت بهت کمک میکنه. این رو صرفاً به این دلیل که این مردی که ریسیسته و مخالف سیاه هاست، بابا حالا این اوباما هم همچی سیاه نبود، اون پدر سخت اوباما هم برای که به شما سفیدا ثابت کنه من سیاه نیستم، پدر سیاه ها هم در آورد. این خشم و نفرتی که الان تو آمریکا هست در نتیجه حکومت 8 ساله اوباما بوده. بمانه بیمه رو نتونست هیچ کاری انجام بده، با شکست مواجه شد، به دروغ آمد گفت دلیلی که شکست خورده اینه که یکی از سناتورها تو بیمارستانه، همه مسخرش کردن، یکی یکی نوشتن نه ما تو بیمارستان نیستیم و ما با این طرح مخالفیم. اینو داشته باشید. حالا اومده یه فرم، یه طرح دیگه به نام تکس ریفورم، به مردم میگه این تکس ریفورمه، ولی اصلش اینه که این تکس کاته. تکس کات یعنی مالیات رو برای پولدارا کم میکنه و خودش تو مالیات سالایی که نشون داده، اینا که هنوز معلوم نیست، 31 میلیون دلار به نفعش میشه اگه این تکس فرم رو، تکس کات رو استفاده کنه. عجب، واقعا بی‌ناموسیه. و اولین چیزی که اومد گفت اون روز تو ایندیاناپولیس بود، کجا بود، گفت که این تکس ریفورم باور کنید به ضرر منها، برای خودم نیست. فوری همه گفتن دروغ میگه، اینها 31 میلیون دلار به نفعش میشه. من نمیدونم، این سعدی همشهری ما گفت که این چشم طمع رو یا خاک گور پر میکنه یا قناعت. چقدر من از خودم راضیم که قناعت کردم تو زندگی، از پدرم چقدر راضیم. پدر من وقتی در آمریکا مرد
دوستان باور کنید یک پنی یک دلار به من و برادرام نرسید. یعنی خرج دفن و کفنشم من و برادرام سه قسمت کردیم دادیم رفته. تا موقعی که زنده بود من ناراحت بودم که چرا مثل دیگران ندزدیده نزده نبرده که ما راحت زندگی کنیم. از روزی که مرد گفتم عجب مردی بودم، اصلا پول نتونست روی و زندگیش تأثیر بذاره. تا آخر عمرش خونه نداشت، سالای آخر یه خونه کوچولو شریف آباد دم بریجستون شیراز، کسی که ذاتش اصلا اهل شیراز سروبی یا سروبی، این علی ترابی میدون، از تو بازار اگر رد بشین هنوز اون شیشه هایی که گلوله های سرب میفروشن و سروبی و اینها اونجاست. یعنی اصلا فامیل ما به خاطر که پدر بزرگ و اینها این کار رو انجام میدادن، گلوله ساختن و اینها، سروبی هست. حالا این 31 میلیون دلار بعدم میخواد یه قانونی دیگه بذاره که چون این همه پول داره این پولا بعد میرسه به بچه هاش مالیات ندن، چون اینجا یک مالیاتی هست به چیز میگن مالیات مرده، که مینا میگن حتی از مرده ها مالیات میگیرن، از مرده ها مالیات نمیگیرن، از زنده ها مالیات میگیرن. چون میگه تو که بابات مرده این پول به هد رسیده هیچ کاری براش انجام ندادی، شما 100 دلار که میگیری 20 دلارش هم بده به دولت، که اونم هزار تا راه و هزار تا کلک براش هست. این پول رو از اینجا که میگیری برو بذار توی شغل دیگه، اونو برو بذار اونجا، بکنش به نام پسرت، بکنش به نام دخترت، بذار برای دانشگاه، بذار برای نوت، مالیات ندی. با همه اینها وقاحت این ترامپ انقدر زیاده که حالا بیمه رو که نتونست درست کنه، دیوار رو که گفت حالا دیوار اصلی رو ول کنید من یه دیوار نامرئی درست میکنم، دیگه نمیخوام بگم. صبح جان کاکو، به محض ریش سفید من با تاجیکستان دوست من مصاحبه انجام بدید، ممنونم. ای بابا شما برگرد از اول برنامه بعدن نگاه کن، ما این همه قصه لیلی و مجنون خوندیم، حالا شما میگی لیلی زن بود یا مرد؟ نمی کنم آقا، من با هیچ کس مصاحبه نمی کنم. مگه این خانمی که شما میگی دولت تاجیکستان خرج زندگیشو خرج پول و تحصیلاتشو نداده؟ خرج دو تا بستنی و دو تا کافیشو بذاره با ما مصاحبه کنه، چرا من باید از جیب خودم بدم؟ شما مگه نمیخوای ریش سفیدتو گرو نذار، دست بکن تو جیبت 20 دلار 30 دلار 50 دلار بده که من بگم دوستان این مصاحبه، ببینید تلویزیون آمریکایی‌ها رو فیلم نشون میده، میگه توی این فیلم ما به شما تبلیغ نشون نمیدیم، پول تبلیغا رو کمپانی فورد داده، فلان آقا و خانم پول تبلیغا رو دادن. چرا ما میخوایم یاد نگیریم از آمریکایی‌ها؟ اومدی آمریکا ترکیه نیستی دیگه علی جان، یاد بگی. اینجا درسته که میگن فری کانتری، کشور آزاد، ولی میگن حتی آزادی هم مجانی نیست. یاد بگیریم. آقا نوشابه میخوایم اول لس میکنیم تو جیبمون ببینیم چند نوشته، اوکی یکی یکی درست شد، خدا رو شد. بله خب اینم از این ریش سفیدت هم ما با گلاب میشوریم، خیلی هم دوستت داریم، ولی نکن نکاکو نخواستیم. خب ببینیم که اینجا دوستان چی گفتن. و اما این ماجرا که دکتری زنگ زد از ایران گفت ایشون دکتر روانشناس هست، بحران میانسالی که بهش میگن مید لایف کرایسیس، روی فیسبوک هم گذاشتم. این آقای دکتر گفت که اگر این آقا مایل باشه میتونه مجانی از به اصطلاح نصایح یا پیشنهادات این دکتر استفاده کنه. گفتم ببین آقا من فردا میخوام راجع به این میدلمن بودن یا دلال بودن صحبت کنم، همون جوری که دلال محبت بودن زشت و قبیحه، این دلالی های دیگه هم قبیحه. علی جان دلال نباشه، به طرف بگو آقا یه تلویزیونی هست 7 تا بیننده داره، اگه مایلی برو اونجا، که بعدم اون فردا به شما نگه آقا این قرار بود برم اونجا چی میگن لیلی به لالام بذاره و نمیدونم بگه چه موی خوشگلی داری خانم، چه قیافه‌ای بود، ولی سوال سخت کرد، گفت خب خانم تاجیکستان به شما پول میده، آیا این پول حق 4 تا بچه نیست که برن مدرسه؟ بهتر نیست اونا برن مدرسه تا اینکه شما بری دانشگاه؟ اینجوری دیگه تکلیف اون معلوم میشه. در اصل دلال بازی رو کنار بذاریم، ببین آقای دکتر روانشناسم که دیروز زنگ زد
و خیلی قشنگ برای من توضیح داد و من دیدم و متوجه شدم خود من این ماجرای به اصطلاح بحران میان سالی رو با موتور سواری و اینها پشت سر گذاشتم. چند تا موتور داشتم من، یه زمانی 3 تا موتورسیکلت، یکی بی ام وی، یکی هارلی دیویدسون، یکی هوندا داشتم و هر کی من میگفت تو ماشین موتور میخری میفروشی، گفتم نه، یه روز دوست دارم اینجوری کروزر بشینم، یه روز دوست دارم اینجوری مثل جیمز باند بشینم. دیدین این ماشینای موتورای که فرمونش کوچیکه، شما که با فرمون نمیپیچی که، با بدنت میپیچی. همیشه هم میاد خونه گردنده و الی آخر. در صورت اینم از این من دو سه تا پیام داریم، اجازه بدید از این دوستون آقای داریوش احمدی تشکر کنم، پیامشو پخش کنم. و همونجوری که دکتر شهرام ایران بومی در برنامه توضیح دادن، ببینید دوستان، اینایی که کارشونه، اینایی که بلدن چقدر قشنگ اصلا صحبت میکنن، چه باشن چه نباشن. این آقا، من بارها با ایشون مصاحبه داشتم، حالا پیامشون رو بشنوید از آلمان، چون 2040 1149 از آلمان هست. پیام ایشون رو میشنویم با هم. منم ممنونم ازشون. آقای صحبی، درود بر شما. من داریوش احمدی هستم. این مدت زیاد شنیدم از اون جامایکا کوالیشن که یک دولتی در آلمان باید تشکیل بشه که اسمشو این گذاشتن. این مربوط به رنگ پرچم جامایکا داره. پرچم جامایکا از 3 رنگ تشکیل شده: سیاه، زرد و سبز. در آلمان هم احزاب هر کدوم یه رنگ دارن، مثلا حزب سوسیال دموکرات رنگش قرمزه، ولی در اینجا که چون حزب سوسیال دموکرات نیست، 3 حزب هستن با رنگهای سبز که حزب سبز هاست، حزب زرد، حزب لیبرال دموکرات آلمانه، و حزب که رنگ سیاه هست، حزب کریستیان دموکرات، یعنی حزب خانم مرکله. این فقط مربوط به رنگ احزاب، رنگ پرچم و لوگوی احزاب داره، دیگه با هیچ ربطی نداره. چون شانسی رنگش با پرچم جامائیکا یکی هست، میگن این چه رنگ مشخصه، چیز دیگری هم نیست. امیدوارم که تندرست باشید. درود بر شما، خدا نگهدار. دوستان اجازه بدید من ببینم زمان این به اصطلاح طولش یا دیوریشنش چقدر بوده. ببینید 1 دقیقه و 15 ثانیه، 1 دقیقه و 16 ثانیه. اجازه بدید من این خاموش کنم. ممنونم از آقای داریوش احمدی، دکتر داریوش احمدی، و اگر وقت داشته باشن یه روز در برنامه ها شرکت کنن. و همین الان یه دوست همشهری شیرازی یه سوال کرده که البته من باز نمیدونم چرا ایشون 2 تا اسم داره، نکنه شما هم دلال باشی. خیلی ممنون، توضیحی که شما دادید دقیقاً با توضیحی که آقای دکتر ایران بومی دادن از آلمان درسته. و خیلی ممنون که من رو درباره این ماجرای انتخابات آلمان به اصطلاح آگاه کردی، دانا کردی. نادان بودم، دانا شدم، چقدر ساده است. خب ممنون و متشکر. اجازه بدین که درباره کردستان این دوستمون سوال کرده، اتفاقا از این دوستی که قرار بود بیاد و بعد گفت من نمیدونم اسکایپم اینجوری و حالا میشه من با صدا بیام، میشه من با پا بیام، میشه با سر بیام، میخواستم همین رو سوال کنم. استقلال، خودمختاری کردستان عراق، قیمت نفت به چه قیمتی؟ میدونید که الان برای آقای بارزانی در عراق حکم جلب صادر کرده. حالا این دوستمون ببینیم که چون روی فیسبوک نوشته، دیگران هم میتونن بخونن. اولا دلیلش اینه که شهرام اسمشو به انگلیسی برای دوستان انگلیسیش کرده جوزف سورتچی یا سورتچی. اینا شیرازی هستن، فامیلیش هم من از توی شیرازم میشناختم و اینها. و خیلی ممنون که بیننده برنامه ما هستن، امیدواریم که ایشون هم جزو حامیان برنامه هم قرار بگیرن به زودی. ببین دوست عزیز، من همیشه گفتم اگر یک کسی دخترش رو آزادی نده، فرزندانش رو شام و نهار نده، این فرزند، این دختر میرن خونه همسایه. اگه آزادی بده بهش بگی دخترم اگه دوست پسر پیدا کردی بیا به من معرفیش کن، دختره اولین روز که میارتش دوست پسر میگه، باباش میگه بیا تو خونه بشین تلویزیون نگاه کنید،
فوری به دختره میگه این پسر خوبیه، من چند بار دیدمش، یا اینکه میگه اوه اوه این پسر رو من دیدم هفته پیشم با یه دختر دیگه بود، دو هفته پیشم با یه دختر دیگه بود تو خیابون دعوا شده بود، بابا جون این آدم خوبی نیست، ولی اگه میخوای بری تا به سرت به دیوار بخوره برو جلو. این ماجرای کردستان، ماجرای بلوچستان، ماجرای خوزستان که هر از مدتی ما میبینیم صدای خودمختاری، صدای این آخه ببینید من و شما میگیم اینا میخوان تجزیه بشن یعنی جدا بشن، اونا میگن والا بلا ما نمیخوایم جدا بشیم، ما میخوایم خودمختار باشیم، ما میخوایم پول نفت آبادان وقتی همش خرج شمیرون میشه خرج آبادان هم بشه. نمیگیم نفت آبادان مال آبادان، چون اگر جدا بشن تجزیه طلب باشن اون میشه نفت آبادان مال آبادان، ولی میگه ما میگیم آقا نفت آبادان ما صادر میکنیم درست میاریمش بیرون پالایشش میکنیم میفرسیم، ولی خرج آبادان هم بشه، مردم با باد بزن نشینن خودشون رو باد بزنن، کولرای گازی اینجا باشه، بعد از این پول کولر آبی هم برای شیراز هم بخریم. اینه که من خیلی نمیدونم چی بگم، من نکردم که در برنامه هاشون نشسته هاشون شرکت کنم، ولی چند تا عکس هست با هم ببینیم، من اگه بتونم این عکس ها رو به موقع پیدا کنم و بهتون نشون بدم. ببینید این عکسه میگه شمال عراق سپتامبر 1971. یه چند تا عکس دیگه هست نشون میده که این دوستان کرد با اسرائیلیا خیلی چیک تو چیک هستن، اونو باید یه کمی به اصطلاح حواسشون باشه. بذارید من ببینم اونو میتونم پیدا کنم، یه جایی زدم کردستان و آهان اون روزم این مقاله رو نشون دادم، بذارید الانم به شما نشون بدم پلیر 6 این مقاله که میگه اجازه بدین میگه که گزارش جلسه محرمانه کردها و نمایندگان آمریکا و فرانسه در اربیل. بعد یه عکس دیگه هست که باز راجع به اسرائیل و کردستان هست، اگر بتونم پیداش کنم اینجا یا شاید در قسمت آهان کردستان و اسرائیل، این عکس رو هم من بکشنم بیارم اینجا پلیر 5 حالا نگاه کنید دوستان، نوشته بارزانی بعد موشه دایان، این کلمه موشه هم موسای خودمونه نه؟ موسا آقا موزا. سرمایه گذاری 50 ساله اسرائیلی ها بر روی بارزانی، بارزانی رئیس کردستان عراق نفر دوم از چپ در کنار موشدایان وزیر جنگ اسرائیل و اعضای موساد. موساد سازمان جاسوسی اسرائیل. دیدید زمان اوباما از گفتن آیسیس به اصطلاح هی تفره میرفت و میگفت آیسل، برای که آیسیس برید بزنید روی گوگل ببینید سازمان جاسوسی اسرائیل رو بهش میگن ISIS. عجب روزگاری. خیلی ممنون از این دوست همشهریمون، اگر میتونید حمایت کنید. من اون روز گفتم که ماشین ندارم و توی یک وبسایتی که مال این خانواده های اینجا هست، 10 تا خانواده اینجا هست، 70 تا خانواده اونجا، یه وبسایتی درست کردن به نام نکست دور، جای دیگه هم اومدن بهشون پیوستن الان بزرگ شده. ما رفتیم نوشتیم هر کسی میخواد ماشینشو بفروشه به دیلر یا چیز، یا اگه نتونسته تو کرگلیس بفروشه، دوستان این کرگلیس ضمن این که یه فسیلیتی هست یه وسیله هست، از اون وقت خیلی دردسر ایجاد کرده برای مردم. طرف اومده گفته ماشین میخوای بفروشی؟ گفته بله. گفته برم دور بزنم؟ گفته نه خب من با بیام همراهت. گفته بیا. وقتی رفتن دو نفر اونا بودن، اون یکی در باز کردن انداختنش بیرون زخمی خونین ول کردن رفتن، با ماشینش یه بانک هم زدن، بعدم ماشین ول کردن رفتن و پلیس زنگ زده گفته آقا این ماشین مال توه؟ گفته کجاست ماشین من؟ گفته مگه تو خونت نیست؟ گفته نه دو نفر اومدن، یا خودش زنگ زده. بمانه من نوشتم اگر نمیخواین این ماجرا رو داشته باشید 60 دقیقه، در 60 دقیقه ماشینتون رو میتونید بفروشید، بعد ممکنه $500 $400 کمتر، ولی امنیت و آسایش و سیفتیتون چی؟ چون اینجا رسمی کسی که میخواد ماشین بفروشه میذاره روز جمعه میزنه که اونایی که میخوان ببینن بیان شنبه و یه شنبه، یعنی شنبه و یه شنبه خودشو خراب میکنه، میشینه منتظر یه مش آدمای دیوونه ای که یک من یه ماشین میخواستم بفروشم
آقای و خانم اومدن گفت برای خانمم میخوام، گفتن خب پس بذار خانم بده امتحان کنه. من احمق دیوانه ماشین رو دادن دست خانم. خانم این روانی ها که از زندان آزاد شد، از زندان نه، از تیمارستان فرار کردن رانندگی میکرد، سر یه پیچ اینجا گفتم خانم با این سرعت اگه بری پایین اونجا ما میافتیم توی باغچه به جایی که بریم تو خیابون، یواش برو. اینجوری ما گفتیم برای که این کارا رو نکنید برید ماشینتون رو کارمکس، اونا رانندگیش هم نمیکنن، میبرنش رو جک نگاه میکنن، اصلا دیگه اونا واردن. الان این روزا دیگه ماشینی که رنگ شده یه دستگاهی هست اینقدر میکشن روش، بهش میگه این گلگیر عوض شده، این دو بار رنگ شده، این فلان، اینا فریمش بلیزر میندازن، میگه فریمش کجه، ماشینشون هم میدونم باز میکنه میگه نمیدونم این موتور 80% رفته. بمانه میری اونجا یه کاغذی بهت میدن، اونا هم بهت میگن این تا 7 روز قیمت ماشینت اینه. آقا شما ماشین رو بخوای 4000 دلار، اون بهت میگه 3000 دلار. بنده نوشتم من 300 دلار بالای اون میدم، شما میتونی دو روز سه روز نگه داری ببینی بازار، اگه خریدن خریدن، نخریدن بدیم ما. ممنونم از آقای خسرو بهرامی. آقای خسرو بهرامی از نیویورک برای من نوشته که من یک رنج روبری دارم، اگه میخوای بیا اینو بگی. گفتم نه من رنج روبر نمیخوام، چون ماشین SUV دارم، یه ماشین فوردور سدان میخوام. فوردور سدان تو ایران ما که ماشینا قربونش برن ما انتخابی نداشتیم، فولکس بود و بنز بود، بعد پیکان هم اومد سری تو سرا در بود، همه ماشینا 4 در بود، بعد یه سری ماشین هیلمن 2 در اومد که از جمله پسرعمه خود من خرید. بعد شوهرم من مسخرهش میکرد میگه این چی خریدی، میگفت خب ماشین 2 در بهتره، محکمتره، میدونید ماشین 2 در سقفش و اینا محکمتره. بعد گفت نه بابا جون تو 3 بچه داری، تا این بچه‌ها بگن بابا جیشمون میاد، تا بای وایسی و من از جلو بیام پایین و درو باز کنم، اینا جیش کردن تو خودشون. خدا رحمت کنه آقای رستاخیز. اینم از اون این بابو نبودش، کجا رفته بودی؟ خب نکنه شما هم رفته بودی ایران آزاد کنی برگردی؟ نه شما فکر نمی‌کنم مثل این دوستان به اون سن بحران میان سالی و اینها اینجوری. و اما یه دوستی ما داریم رایان که آمده روی فیسبوک. ببینید دوستان واقعا من نمیدونم اینا، حالا اینا وقتی هم به یک کسی میرسه که مثلا مثل من مواش سفیده یا الان دیگه مو ندارم، اینا فکر میکنن خیلی هم از ما بیشتر میفهمن. ولی شما نگاه کنید، من اینو به شما نشون بدم، خدایا این فیسبوک و نمیدونم نوشته های سوشال و اینا رو از ما نگی تا ما بتونیم بلکه این دوستان جوان رو به راه راست هدایت کن. نگاه کنید دوستان، من اینجا نوشتم این مصاحبه را تماشا کنید، نظر شما چیست؟ آیا این حرکت یک نفره به جایی میرسد؟ منظورم این بوده آیا این هم به زندان اوین ختم میشود؟ که حالا علی هم میگه که منم گفتم به زندان اوین ختم میشه. خب حالا ببینید آقای رایان 1 ساعت قبل چی نوشته؟ نه 2 ساعت نوشته He asked what you think about. اصلا غلط جمله به انگلیسی، البته ایشون فرانسوی و ایناش خوبه میبخشیمش، اب نداره. میگه که به من به عنوان سوم شخص مفرد خطاب میکنه و داره به مردمی که بیننده یا ویزیتور وبسایت من هستن، فیسبوک من هستن، صفحه من هستن، میگه به اونا میگه که این میگه که بیاین نظرتون رو بیاین، نظر شما چیه درباره این نظر بدین. اما he has deactivated، من deactivated فکر کنم غلطه، deactivated نه یا inactivate نمیدونم، در اصل من این چیزای انگلیسی رو میگم چون قبلش هم آلمانی خوندم بعضی وقتا قاطی میکنم، ولی deactivated من ندیدم تا حالا. اوکی But he has deactivated the comment option on that video. This is Mr. Sorby mentality. این همون کسی که به ما گفت اسم برنامه سوربی با مردم رو عوض کن، بذار سوربی با مردم عقب افتاده. یعنی فکر میکنه همه شما بیننده ها عقب افتاده هستید از لحاظ فکری و الا نباید اینجا رو نگاه میکردید. ولی گوش کنید و دقت کنید، خود این کجا رو نگاه میکنه؟ مردم تیوی رو نگاه میکنه. چه برنامه رو نگاه میکنه؟ سوربی با مردم رو نگاه میکنه. اوکی حالا این داشته باشید، اینی که میگه من کامنت ها رو دیساکتیویت کردم، دیسیبل میتونی بگی، دیساکتیویت نمیتونی بگی،
آخه یکی بهش بگه رایان جان احمق تو کجا کامنت گذاشتی؟ رو همین ویدیوی من؟ رو همین صفحه من؟ بله اینجا مردم تیوی اینجا نوشته شما اومدی کامنت گذاشتی، بعد چه مرگیته؟ وقتی میگن چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه، شما تند میخاره، منتظر بودی یه دو سه تا نادان احمق امروز گیرت بیاد و نوش جان کنی. خوشحالم که گیرت اومد، حالا برو. ولی یه ویدیوی جالبی درست کرده، براش هم نوشتم خسته نباشی به این کار ادامه بده. 3 روز رفته بود، بعد 3 ساعت برای یه ویدیو فقط وقت گذاشته بود، تازه چه کار کرده بود؟ 3 دقیقه از ویدیوهای خود من که مثلا آب میخورم میگم به سلامتی گذاشته. خب اینا چه کار کردی شما؟ شما بیا اونجوری که من رفتم پیام عادل شریفی رو آوردم، نوشته های آقای کامران قادری رو آوردم، اونجوری به مردم نشون میدم، مستند میکنم، صحبت میکنم، نظرشونم میخوام. ولی باز جا داره از این رایان ممنون باشم، چون با وجودی که نظرش ننوشته اقلا یه چیزی آمده نوشته. اونای دیگه لایک. آقا خانم، آقای علی ترابی، نظر شما درباره این ویدیو چی بود؟ مصاحبه‌ای که من انجام دادم با این شخصی که از سوئد از اون بالا بلند شده اومده از چند تا دریا رد شده چی بود؟ همین که شما برش می‌نویسی سلام آقا خسته نباشی پهلوان مراد نمیدونم برو بنویس، نظر تو بنویس. شما بنویس بله منم در 45 سالگی وقتی که مشکلات اونجوری شد، وقتی صندوق تو شاه چراغ پیدا شد، بعد آمدم رفتم ترکیه و اونجا دیدم دارم دیوونه میشم، فکر کردم من هیچ کاری برای خانواده‌ام انجام ندادم، نمیدونم حالا هم در به درشون کردم، بعد تنها راهی که پیدا کردم رفتم مثلا با سگها دوست شدم، رفتم مسیحی شدم و بحران میان سالیم رو اینگونه حل کردم. آقا علی جان شما اون خانم تو تاجیکستان ول کن، ضمناً تا حالا 2-3 تا خانم اومدن سراغ شما رو اینترنت. یادت میاد یه خانم آمریکایی بود من بهت گفتم علی جان این بو میده، هی نوشتی این چی نوشته، اینا نوشتم این بو میده اینو بذار کنار، آخرش هم خودت دیدی که اون خانمه بو میداد، قلابی بود. همینا باها دوست میشن، بعدن مینویسن که من مثلا پسرم تصادف کرده و $5,000 پول لازم دارم. شما وجدانت نمیذاره بگی خب چرا از فامیلش نمیگیره؟ فوری اگه $3,000 داری براش میفرسی. خیلی از دوستای تو اینترنت، ازدواجای اینترنت میرن جلو، به اونجایی که میرسه قراره برن همدیگر رو ببینن، نامزد کنن و فلان، اینها آقای بیشترم آقایون از خانم هاست رو استفاده میکنن. برای طرف مینویسه که من قرار بود داداشم بیاد به هم پول بده، داداشم تصادف کرد مرد، پولا رو خرج داداشش کرده و حالا شما اگه میخوای من بیام پول بده. پولا رو که خانم میفرسه اون آقا هم غیب میشه، یعنی داماد و پول دود شد رفت به هوا. اینم از این. و اما آقای سبا تبار، صندلی داغ و خبرهای داغ شهرمون. این آقای سبا تبارم یکی از اونهایی که بحران میان سالی داشت، ولی بنده خدا یه بحران بزرگتری نصیب شد که از دست دادن همسرش بود. خب اینم خوب حلش کرد، اومده با تلویزیون و با برنامه و با توی این مغازه رفتن و توی اون مغازه رفتن و اینها اینو حلش کرده. خیلی هم خوشحالم، با دخترش به اصطلاح رابطه خوب پدر فرزندی داره و اونم باعث شده که این بحران میان سالی یه دفعه آقا سبا تبار رو ور نداره بکشه به افغانستان و تاجیکستان و اینجاها. چون یه نفر اومده من میگه آقا $250,000 سالیانه بهت میدیم، بیا برو تو افغانستان به اصطلاح اون مدیر اون قسمتی باش که فارسی حرف میزنن، خونا میدونی چندین پشتو و دری و اینا ده. گفتم آقا یه نگاه به من بکن، من خونه و زندگی، شغل دولتی، ماشین نو تو ایران ول کردم، با همسرم و 2 تا بچه اومدم سالها در به دری کشیدم، حالا که یه سقفی رو سرمه بلندشم دوباره برگردم برم، اونم نه ایران، برم افغانستان. افغانستان یه دوست من رفته این محمود آقا میگه آقا صبحی از این جاده که میری از که برمیگردی اون جاده منفجر شده، باید از اون ور یه جای دیگه بری. برم اونجا خب $250,000 تو سرت بخوره،
تو داری پول خون من رو بهم میدی، میگی بیا آقا تو 250,000 دلار بیشتر ارزش نداری. حالا ممکن من تو خیابون یه موتوری بهم بزنه بمیرم، اصلا نشون بده که هیچی ارزش ندارم، ولی دیگه اون خودم به پای خودم که نمیام برم افغانستان. خب خیلی ممنون دوستان عزیز، تشکر میکنم از آقای گلن ترشیزی، با وجود که ایشون هوادار مجاهد هست ولی ایراد انتقادات ما رو تحمل میکنه. البته ماشاءالله خودش هم خیلی به ما چپ و راست میزنه. بعد درباره همین عکسایی که ما نشون دادیم مجاهدین، اون دوستمون آقای بهرامی از نیویورک پیام فرستاده و رفته باشون مصاحبه کرده، رفته دیدن ساندویچ میخورن، گفته 20 دلار بهمون دادن اومدیم، یعنی آوردنمون مجانی 20 دلار وقتی پیاده شدیم بهمون دادن، گفتن این خرجتون فعلا، وقتی هم سوارشیم بریم برسیم خونه 20 دلار دیگه میدن. حالا چرا 40 دلار یه جا نمیدن؟ 40 دلار یه جا نمیدن که طرف حتما تو اون تظاهرات باشه، ولی عکساشون تو تظاهرات هست، برید بشینید. آقای غلام ترشیزی میگه این عکس ها رو ازداد، بر وزن اجداد، ازداد اونهایی که ضدیت دارن با مجاهدین گرفتن. میگم خب عزیز من که به شما گفتم، به آقا مهران گفتم، به آقای علی آقا از کالیفرنیا گفتم، گفتم آقا هر کدومتون با تلفنتون یه فیلم بگیرید بفرستید ما نشون میدیم، قشنگم میگیم اینو آقای غلام ترشیزی فرستاده، این یکی رو مهرداد کالیفرنیا فرستاده، این یکی رو علی کانادا فرستاده. خب شما خودتون یه اشکالی دارید دیگه. بعد شما میگی خب شما بیا، میگم آقا من نمیام، من اینجا باید کار کنم که این سقف رو سرم باید اجاره چی بدم، مورگیج بدم، قسط خونه بدم. مجانی که من عموم صدام حسین نبوده، عموم این سعودی ها نیستن که باید خرج در بیاریم. حالا شما کارمندی پولداری، خدا رحمت کنه داداشات فوت کردن، بابات لابد یه ارثی گذاشته، وضعت خوبه، میتونی یه روز بری و بیای، اون حرفی جداست. ولی من بنز مجانی رفتم، شاهدم هم اینجاست، آقای فیلابی، امیدوارم که دیگه حالا در شهادت دادن کارشون درست باشه، چون یه ویدیو یه نفر برای من فرستاده بود، گفت نگاه که آقای فیلابی چه اشکی میریزه. گفتم من خودم اشکیشو بارها دیدم و دیدم که من از آمریکا برگشتم ایران، ایران خب ایرانم دولت ایران خیلی تعریف کرده بود از فیلابی و اینها، ولی مردم میمدن میگفتن آقای فیلابی بچه‌مون انداختن زندان، آقای فیلابی به دخترمون تجاوز کردن. گفت من باهات چی میگفتم؟ باهات بهشون میگفتم برید دنبال کارتون، به من مربوط نیست. و این پهلوان با اون هیکلی زار زار گریه میکنه، ولی گریه کردن تنها کافی نیست که شما از دامی به دام دیگه افتادی، رفتی سراغ یه سازمان مجاهدینی. آقای فیلابی یادتونه دم ویداد داشتن ویداد رو میساختن، همین جایی که اون آقای مجاهد بزرگ، همون که گفتی تو اتوبوس میگوزه همه بوگندش خفه میشن، اونجا اومد قرارداد گرفت، بعد داد به اون پسرش، همون پسری که الان زندانه. از شما پرسیدم رجوی کجاست، شما گفتی که رجوی رفته عقب که خانمش مطرح بشه. دوستان شما که ایرانی هستین، هر چقدر به زن مرد برابر باور داشته باشید، هر چقدر شما کوچیک و ظریف باشید، خانمتون قوی هیکل و ورزشکار و گنده، کی حاضرید وقتی که خطری پیش میاد شما برید تو سوراخ قایم بشید، خانمتون بره بیرون، بره جلو. و آقای فیلابی شما دروغ گفتید. بعد اون دوستی که به من زنگ میزنه میگه بیا بریم نیویورک، میگم آقا من نمیام، میگه منم میخوام برم داداشمو ببینم، و الا اینا که دیگه 2011 رجوی مرد قصه تموم. گفتم آخه آقا همین که میگی رجوی مرد قصه خلاص، به مردم بگید دیگه شما دروغ دارید میگی. ماجرای السید اقلا مرده رو اسب سوار میکرد، میچرخون تو چیز، توی میدونای جنگ. درست آقای ترشیزی، ما به شما گفتیم هیچ خرجی هم نداشته، شما نفرستادی، ممنونیم از آقای بهرامی، برداشته 6 دقیقه پیام فرستاده، میگه من با اون ترافیک منهتان یا هر جا که بوده من نمیدونم رفتم، و اینا ماجرا اینه، رفتن توی منطقه کوین اتوبوس بردن، و ایشون گفت که جامائیکا نیجریه یا، چون حالا این صحبت جامائیکا اومده، نیجریه یا را آوردن. و بعدش من راجع به جامائیکا بود، فکر کردم آلمان حالا احتیاج داره به رأی جامائیکا و اینا، که بعد شما گفتی خبرنگارتون میگه، من گفتم آقا این خبرنگار ما نیست، اینم مثل همین که به شما خواهش کردیم، گفتیم آقا کسی اگه اون دور برا هست یا کسی میره، این روزا با یه تلفن ویدیو میگیری 2 دقیقه 3 دقیقه، شما اگه ویدیو میگرفتی میتونستی از اون سویی که شما میخوای، و من عمدن این کارو گفتم که نشون بدم این چیزیه که مجاهد میبینه،
این چیزی که دیگران میبینن، مردم شما قضاوت کنید. و اما آقای سربی، من فرخ هستم، خوشحال. آه فرخ جان، الان میخواستم پیامتو پخش کنم، خیلی ممنون. نگاه کن که دروغتم نگفته باشم. وایسا وایسا، نگاه کن شمارتو نشون بدم یا ندم؟ نه شمارتو نشون ندم، شمارتو نشون ندم. ببین اینجا نوشتم فرخ 570. میبینی حالا پیامتم پخش میکنم. فکر کنم هر کی ندونه تو میدونی من چقدر کارم درسته. البته اون وقتا هم گفتن تعریف از خود کردن. ولی یک لحظه، اینها پیام فرخ. این فرخ تو تلویزیون رنگارنگ که بودیم. الو، سلام آقای سربی، من فرخ. خوشت اومد از نظم و ترتیب. این دو سه روز گذاشتم که باهات تماس نگرفتم، اتفاقا امروز تو برنامه میخواستم بگم خب فرخ عزیز، تو که میدونی ما حالا میگیم 7 بیننده داریم، بیش از 8900 تا روی اینه، 5000 تا روی اونه، نزدیک به 5000 تا ایمیل داریم، چند هزار تا روی چیز داریم. خب اینا هر کدومشون مثل علی، مثل آقای عادل، مثل آقای کامران، هی بگه بنویسین جواب بدین برگردیم بیان. یه روز من به یه کسی گفتم که من یه صبح تا ظهر ایمیلایی که فقط برام میاد برای شما میفرستم، اون وقت شما به من فقط جوابش بنویس گرفتم گرفتم گرفتم. طرف گفت آقا به خدا من به تو ایمان آوردم. نزدیک ظهر، نزدیک 11 که شد، گفت آقا من به تو ایمان آوردم. اصلا ممنونم فرخ جون که هستی. بذار ببینم اینجا چیزی نوشتی که بفهمم، ولی اگه نفهمیدم یه پیام کامل بذار، بگو که من چه کاری میتونم انجام بدم، در خدمتت خواهم بود. خوشحال میشم اگه میخوای برنامه داشته باشی، اگه میخوای برنامه اینجوری داشته باشی، باید پول قسمت برنامه زنده رو بدی. دلیلش هم اینه که من باید اینجا باشم، اجیر باشم، مزدور باشم تا اینو را بندازم. ولی چون شما این سابقه رو داری و بلدی، فکر کنم شعرهای سهراب سپهری و اینا رو هم زیاد میخوندی، اگر خودت فیلم ضبط کنی یا همینجوری پیام بذاری با عکست، با همین الان دیگه میدونم اینجا چیز نوشتی به اصطلاح اسمت هست، اینا رو من میتونم نشون بدم، خیلی هم خوشحال میشم. و این رو چند هفته ادامه بدیم تا یه اسپانسر برای شما پیدا بشه، یا دوستانت که کار میکنی این ور میشناسیشون، نمیدونم کباب بازاری، رستورانی، چیزی. ببینیم چی نوشته. نوشته من فرخ هستم، خوشحالم که شما را میبینم. من پروگرام تلفن پروگرام شما رو تلفن گذاشتم، اگر یادتون باشه من همکار در رنگارنگ. بله یادم میاد. خوشحال میشم با هم تماس داشته باشیم. من هم خوشحال میشم. خیلی ممنون که بیننده برنامه من هستی، بیشتر ممنون که با من در تماس. چون بیننده بودن همینجوری طرف دیدی، همه ایرانی ها میگن آقا من دیروز تصادفاً برنامه شما رو دیدم. من تا حالا ندیدم دو تا ماشین بزنن به هم دیگه، بعد یه دفعه تو کله یکیشون تلویزیون روشن بشه. دیدید این کارتونا، مثلا دو تا حیوان با سرعت میان میخورن به هم، بعد یه مشت ستاره و این چیزا از کلهشون میره بیرون. ایرانی ها همشون میگن ما تصادفاً شما رو دیدیم. یکی من توضیح بده چطور شد مثلا تو ایران داشتی با اتوبوس میرفتی از دره افتاد پایین، همچین که خوردی به سنگ و مردم تیوی سربی با مردم کانون آوا تقدیم میکنند. چجوری تصادفاً؟ حتی کنترل اگه شما میگیری دستت دیگه، مثل آقای جورج بوش نیستی که داشته باشی پریتسل و آبجو بخوری بره پس ملازد، پس ملازد میگن، و یه دفعه کنترل عوض کنی. چه روزی هم اومدی فرخ، کچل کچل شدم. ولی چقدر خوبه دوستان، توی 7 دقیقه میشه دوش بگیری راحت. خوب خب، ولی یه دوستی دکتر کوروش از فلوریدا نوشته آقا این چه کاری کردی، خودت به زودی کچل خواهی شد، پس حالا تا موداری قدرش رو بدون. البته من براش نوشتم شما رو دیدم با وجودی که تاس هستی. این ما کلمه کچلی رو اشتباهاً استفاده میکنیم. کچلی فکر کنم زفتم بهش میگفتن، نه این زفتی که انگلیسی هم میگه. کچلی یه مرضه، ولی تاس بودن یکی از مراحل ایجه، مراحل سنه، و تاس خیلی خیلی هم قشنگ و براق میشه، ولی کچلی مریضیه، مثل زخمه. در هر صورت اینم از این،
بعد این به من گفت به زودی تاس خواهی بود، پس تا حالا هستی تا حالا موداری استفاده کن. خیلی خوشحالم و ممنونم از این دست، از دست از این همشهریمون آقای شهرام سورچی. وقتی نوشته نوشته جناب استاد بزرگ، آقا تو رو خدا نه من استادم نه بزرگوار. آها، در رابطه با این هفتم مهر روز نکوداشت آتش نشانان گفتم ببینید دوستان، این کلمه بزرگداشت رو هم توی ایران چون غلط استفاده میشد الان دارن درستش میکنن. نکوداشت خیلی بهتر از بزرگداشته. بزرگداشت شجریان یعنی این که شجریان از فرخ بزرگتر. آقا نیست، شجریان هم یک انسانیه مثل اون. حالا ممکنه در رشته موسیقی ایشون نیکو باشه، نکو باشه، کارش بهتر باشه. استاد شجریان، استاد سربی بزرگوار. آقا من نه استادم نه سربیم، من خیام گفت چی؟ شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار زمانه یا در کار خود هنوز استاد نیم. من نه استادم نه چیزی. ای دوستیم، آقا شما دوستاتو تو خونتون وقتی میان اولا انقدر با دوستتون باشن که تو خونتون بیان. شما انقدر حالا دوستین که تو خونتون تو تلفنتون هی بهش نمیگی که استاد کشاورز، استاد کاووسی، سعید جون بیا اینجا، آقا کشاورز میاد بیا اینجا، با هم مهربون اینجوری باشه. فرخ خوشحال شدم، خیلی ممنون، متشکرم. پس اینجا هم خط بزنم، شماره تلفنت هم نوشته بودم، آخرش هم 43 است، پیام فرخ. کامنت رایانم نشون دادم، پیام 011149 رو نشون دادم. آقای بیژن مهرم آمد، نمیدونم هنوز هستش یا نه، گویا فیسبوک وقتی ما برنامه رو شروع میکنیم یه در میون برای هر کی دلش میخواد اینویتیشن میفرسه. یه سرویسی قبلا داشت، شما تارگت میکردی، میتونستی برای همه بیننده ها تارگت کنی. پدرسوخته فیسبوک ورش داشت، گفت این چرا برای این اون بفرسه، من میفرسم و فردا بهش میگم حالا اگه میخوای برای 100 نفر بفرسی $15 بده، اگه برای 200 نفر میخوای بفرسی نمیدونم $25 بده و الی آخر. فیسبوک واقعا یک غول یا یک جاینتی شده که میدونید که کامپیوتر اینتلیجنت نیست، اون یکی دیگه چی بهش میگن، اینتلیجنت یعنی باهوش. کامپیوتر شما برنامه میزنی که هر وقت سوربی زد دو ضرب در دو تو جواب بده 4، هر وقت سوربی نوشت دو به اضافه 3 جواب بده 5. مثلا میگن کامپیوتر پروگرامر. حالا ترس مردم و دنیا از اینه که آرتفیشال اینتلیجنت، آرتفیشال یعنی مصنوعی، یعنی این کامپیوتری که من ساختم فقط بهش گفتم دو دوتا میشه 4 تا، 3 تا میشه 9 تا، فردا یاد بگیره که آقا 2 تا میشه 6 تا، اون وقت ما بیچاره هستیم. این کسی که صاحب کارخونه تسلا هست و آقای بیل گیت نگرانی خودشون رو از به اصطلاح پیدایش اینتلیجنت، آرتفیشال اینتلیجنت اعلام کردن. آرتفیشال اینتلیجنت هوشیاری مصنوعی یا نمیدونم، یعنی یه روزی برسه که مثلا من دارم میرم، ماشین من اون سیستم کامپیوترش بگه که سوربی از این راه نرو، از این راه بهتره، اون اختیار رو به دستش بگیره و الان میبینید یکی پس از دیگری داره انجام میشه. الان من روز از اینجا میخواستم برم یا آرلینگتون یا آنندر، هی دیدم این جی پی اس از 66 که مستقیم میرم آرلینگتون میخواستم، از 66 که مستقیم میرم هی به من میگه برو بیرون. گفتم این دیوونه شده، ما هی توجه نکردیم رفتیم دیدیم وای چه ترافیکی چه. حالا ملت میخندن میگن نگاه کن این سوربی بلد نیست بزنه ببینه کجا زرده کجا قرمز. بلدم، میخوام یه کمی ریلکس باشم، گاهی وقتی اصلا تلفن رو خاموش کن برو قدم بزن. من بعضی وقتا برنامه مثلا میشنم یه فیلمی نگاه میکنم، یکی زنگ میزنه بعد میگه که نگران شدم. میگم چرا نگران شدی؟ میگه زنگ زدم تلفن تو بر نداشتی. میگم من قراره همش بغل تلفن نشسته باشم، اون موقع باید نگران باشی. آقا رفتم راه برم، رفتم دوش بگیرم، رفتم شام بخورم، رفتم با دوستم صحبت کنم، رفتم فیلم نگاه کنم، تلفن خاموش کنید،
مگه وقتا خاموش نمیکردیم؟ مردیم، هممون زنده موندیم، به این مصیبت گرفتار شدیم. این هم از خب. و اما این دوستمون نوشته بود لطف کنید در 2 دقیقه بیان بفرمایید، یعنی بیشتر مغز ما رو از بین نبر. باز از آقای خسرو بهرامی تشکر میکنم که گفت اون ماشین رو اگه میخوای میتونی بیای و به اصطلاح با هم معامله کنی. و اما تاریخ و افتخارات علکی، یه دوستی به نام بهنام سهرابی یه نوشته ای رو برای من فرستاده، یعنی اول روی پیجشون بود، اجازه بدین بعد که من رفتم اونجا خوندم. بهنام سهرابی خیلی جالبه، آقای سهرابی خیلی ها. ما اولا یه دوستی داشتیم حسن سهرابی، شاید فرخ هم بشناستش، خواننده بسیار خوبی بود تو این منطقه، بیچاره جوان مرگ شد، یعنی با این سن و سالای این روزا جوان مرگ. و اما این آقای سهرابی، خیلی هم به من اشتباهی میگن سهرابی، چون مثلا یه مدت با حسن دوست بودیم و میگشتیم و برنامه موسیقی میرفتیم، خیلی ها فکر میکردن من مثلا پسر عموی اینم، یا به منم میگفتن سهرابی. حالا این آقای بهنام سهرابی، اینم یه تبلیغ مجانی برای فیسبوکشون که شما برید نگاه کنید ببینیم چی نوشته بود که من با ایشون به اصطلاح بله یک جایی نوشتن که برای یه نفر این موضوعی که شما عنوان کردید به حداقل 40 تا 100 سال پیش می‌رود. البته در 100 سال قبل اگر شاید برای من نوشتن نمیدونم، تاریخ ایران را مطالعه کرده باشید در آن زمان که اکثر، بذارید اصلا بهتون نشون بدم که ببینید سخت با سند برابر است و ببینید که ما اینجا بعض وقتا وقتی با این دوستان شروع به کلکل میکنیم چه ساعتها که از عمرمون نمیخوام بگم تلف میشه، ولی خب دیگه صرف میشه و البته به جاش یه چیزی یاد میگیریم. امیدوارم دوستان هم یک کوچولویی از ما یاد گرفته باشه. میگه اگر تاریخ ایران را مطالعه کرده باشید، از چه کتابی دوست عزیز؟ شما تاریخ ایران را از چه کتابی مطالعه کردید؟ ای کاش مینوشتید، میگفتید هرودوت، میگفتید نمیدونم فلانی، تا منم بلد میگفتم آقا این هرودوت که اسیر اون یکی بوده، اون یکی که مزدور اون یکی بوده. و تاریخ رو معمولا فاتحان مینویسن، فاتحان میره اونجا میکشه و از چشم نمیدونم اینجوری و از جمجمه کوه میسازه، بعد میگه من رفتم بهشون گفتم هر کی هر چی دلش میخواد برقصه که نمیدونم فلان. دروغ میگن آقا، از این مزخرفات نبوده، این حرفا نبوده. اوکی، تاریخ ایران را مطالعه کرده باشید در آن زمان که اکثر کشورهای جهان با حکومت‌های عقب مانده و دیکتاتوری اداره می‌شدند، در ایران انقلاب مترقی مشروطه به رهبری ستارخان و باقرخان انجام شد. عزیز من، آقای بهنام سهرابی که شما هم مثل دوستان دیگه عکس فردوسی و نمیدونم رودکی و اینها رو میذاری و این کار غلطه، غیر قانونی اصلا با فیسبوک. ببینید دوستان، شما اینجا باید عکس خودتون باشه، یعنی وسیله ای رو که طرف اومده درست کرده از فردا میخواد اطلاعات تو بگیری. حالا شما به نظر خودت میاد مثلا خیلی زرنگی، اطلاعات نمیدی. آقا اونا رنگ کفشی هم که الان پوشیدی بهت میگن که چی هست. ببینید نوشته که بهنام سهرابی، عکس این فردوسی دیگه، اون موقع همه عمامه و ریش و عبا و دستیام چی میگن اینا داشتن، دستدار میگن هم داشتن. خب حالا بیاین اینجا ببینید این مثلا دوستانشون چی نوشتن. آقای آرش بهداد نوشته ناموس ایرانی یعنی جنده، ناموس ایرانی یعنی هرزه، ناموس ایرانی یعنی خراب، ناموس ایرانی یعنی حقیر و پست، ناموس ایرانی یعنی زنگ تفریح عرب، ناموس ایران، همش شعار، همش چیزای بیخود که اگر اون وقتا میگفتن شما 100 تا از اینو ببری بدی دم یه دکون نون سنگکی، نصف نون سنگک بهت نمیدن. من برای این دوستمون نوشتم آقا این شما آریایی و ایرانی و این که میگین کجاست؟ کدام یک از شما رفتید یا آزمایشی دادید ورقه DNA به شما گفته آقا you are 100% Aryan یا 100% German، نژاد شما 100% آریایی، یا نوشته 50% بابات هیتلر بوده، ننت نمیدونم ایرانی بوده، جرمن و فلان.
آقا برید بگیرید اینا رو، یا بدونی که 140 دلار خرج کنید قبول کنید تیمور آمده ایران، چنگیزخان مغول آمده ایران، عربا آمدن ایران، دیگه کیا آمدن ایران؟ عجب کشوری بوده، همه توریست بودن، ببخشید همه تو لیست بودن، نوبت بگیر و هر کدومون 20% از این، 20% از این، 20% از اون، 20% از این. و هر چی ناخالص ترین فکر میکنیم خالص ترین، و بهتون شرط میبندم، گفتم برید 140 دلار بدید آزمایش دی ان ای وردارید بیان، اگر دیدی نژاد آریایی هستی و هیچ پیور هستی، هیچ چیز دیگه داخلت نیست، من اون 140 دلار به اضافه 140 دلار دیگه بهت میدم. ولی اگه رفتی و دیدی سوربی درست میگه، چنگیز خان عموته، تیمور خان باباته، نمیدونم عربه پسر خالته، اون وقت 30 دلار 20 دلار 40 دلار برای تلویزیون مردم بفرست تا این پلتفرم، تا این بلنگو رو ما باز بذاریم برای دیگران، مثل آقای دیپلمات سابق ایران که الان تو ترکیه درس میده. بعد برای من نوشت، بذارید بهتون نشون بدم دوستان، ببینید که ما کجای کاری. طرف فکر نمیکنم سنی داشته باشه، جوون، حالا من اسمش اینا رو نمیگم، ولی میخوام بهتون نشون بدم یا به علی نشون بدم. ببین آقا من اینجا متاسفانه اسکایپ و اینا رو ولش کنی، میخوام یه جوری هم نشون بدم که این بنده خدا هم اگه نخواد اسمی فامیلی بیا. من این قسمت رو به شما نشون میدم، سلیکت ایریا، چشم، ببینید از چه ساعتی ما صبح وقتمون رو میذاریم آقای علی ترابی نازنی در اختیار کسی که میخوایم باهاش مصاحبه کنیم، بعد طرف میاد مصاحبه میکنه، میگم برنامه چیه؟ میگه نمیدونم. میگم خب اون کسی که دنبال تو بوده تا دیروز، امروز برنامه عوض میشه، اون بدبخت باید چی کار کنه؟ اگه بهت پول داده پولشو بهش پس میدی؟ اگه تا دیروز قربون صدقت میکرده حالا قربون صدقه رو پس میدی؟ نگاه کنید دوستان، ساعت 10:23 دقیقه امروز صبح من برای این آقا که تو ترکیه است نوشتم سلام بر شما، امروز پس از سلام و خوش آمد به شما، از شما خواهش میکنم در چند دقیقه خودتان را به بینندگان معرفی کنید، پس از معرفی با هم گفت و شنودی دوستانه خواهیم داشت. بعد زیرش جدا نوشتم شما که در اسپانیا تحصیل کردید چرا در ترکیه زندگی میکنید؟ حالا ببینید این جوان برای من ورشتینه چی نوشته. نوشته قاعدتاً مجری برنامه معمولاً، این غلطه، قاعدتاً و معمولاً رو توی جمله نمیارم، قاعدتاً مجری برنامه معمولاً مهمان برنامه رو معرفی میکنه، من اینجا تدریس میکنم، میتونی، ببین دوستان نمیتونید، شما جمله بالای من نگاه کنید، همش احترام به این آقا، نمیگم میکنی، نوشتم میکنید، نمیگم میای، میگم میایی، همش جمع، اون جمع احترام، ولی این آقا نگاه کنی میکنی، بله میتونی منو دیپلمات سابق استاد دانشگاه نمیدونم بگز ایزی، آقا من اصلا ترکی بلد نیستم بخونم این چیه بگز چیزی، و تحلیلگر مسئله امنیت بین الملل معرفی کنین، متشکرم. ما بازم نوشتیم اوکی. حالا نگاه کنیم ببینید چقدر ما اینجا صبور هستیم، همون اول بهش نگفتم آقا برو دنبال کارت، گفتم اوکی. بعد دوباره نوشته اون بالا دانشگاه باگاجزیچی هم نوشته، و حالا اومده پایین تر ساعت 2:25 من با این آقا 3 برنامه دارم، ساعت 2:25 نوشته متاسفانه اسکایپ لپتاپ من کار نمیکنه، میشه وست باشه این مصاحبه، الان دارم با گوشیم پی ام میدم. حالا ببینید این پی ام رابط پرسونال مسیج، من نمیدونم، یکی میگه اس ام میدم، یکی میگه مسیج میدم. منم گفتم آقا برو دنبال کار، من احمق بگو. همون روزم هم برای این آقای کامران قادری برای دوستش نوشتم آقا بفرما اینم دستمزد ما، تو میای میگی با این مصاحبه کن، من میرم با این مصاحبه میکنم، تو میگی نگو که من گفتم، تو میگی نگو که من گفتم چالشش کن، بعدن این احمق برمیدم این سوربی دنبال من بوده و گفته من قبلا هم برای دوچرخ سوارا پول جمع کردم. بله دوچرخ سوارا رو وقتی ما آوردیم نشوندیمشون،
صحبت کردیم، مردم اون صداقت و جوونی و خالصی رو دیدن و در یک جلسه 12,000 دلار به گواهی آقای علی سرشاه برای اینا جمع کردیم. ولی شما که اومدی طرف گفت آقا 100 دلار، گفتم صبر کن آقا این بو میده، گفتم صبر کن. بعدم خود آقای پتیک نوشت آقای سوربی چقدر ممنونم که من اون 100 دلار رو نفرستادم برای این و دادم به یتیمای ارمنستان. این زندگی من اینجا علی آقا. آقا من مرض دارم، میام مهمون دعوت میکنم، میکروفون رو در اختیارش میذارم، نه راه و رسم مصاحبه رو بلده. من میگه شما نیذاشتی من حرف بزنم. هر کسی رو دوست دارید تو رو جون اون برید برنامه چهارشنبه رو نگاه کنید و یه وقت بذارید بنویسید ببینید این مردی که چقدر حرف زده، من چقدر حرف زدم. هر وقت من خواستم حرف بزنم هی میگه نه حالا من بهتون میگم. میگه آقا من یه سوالی دارم شما جوابش بدید. آقا برنامه چیه؟ بگو برنامه من خیلی محرمانه است، من و عادل شریفی و دو تای دیگه داریم دسیسه میکنیم از مردم پول جمع کنیم و آسون ترینش همینه که بگیم ما ترکیه هستیم، بگیم من نمیدونم ایتالیا هستم. این روزا شما هر تصویری میخوای میتونی پشتت بذاری. میخوای من الان لایو ویدیوی مثلا نیویورک بذارم اینجا و به شما بگم امروز اومدم از نیویورک برنامه اجرا میکنم؟ هر جای دنیا رو میخوای میتونی پشت این بهش میگن گرین اسکرین، وقتا بلو اسکرین بود یا کروماکی چون یکی دیگه کاراوکیه. خب اینم ماجرای ما. حالا شما میگی برم تاجیکستان، حالا به اون تا خانمم تماس میگیرم، بعدم لابد اون فردا میخواد بگه آقا چرا از زیبایی من نگفتی، فقط از تحصیلاتم گفتی و الی آخر. نه آقا نخواستم. بله شکست های پی در پی ترامپ. اگر کسی هنوز طرفدار ترامپ هست بیاد به ما بگه توی ترامپ شما چی میبینی که من و دیگر نادان ها نمیبینی. ترامپی که دروغ میگه هر روز، هر روز 100 تا دروغ میگه و دروغاشو یه وبسایت درست کردن روزانه میشمارن و میره بالاتر. تندروهای داخل ایران، ها این میخواستم با این آقا صحبت کنم. این آقا میگه تندروهای داخل ایران نمیگذارند روحانی کارها را درست کنه. میگم آخه مرد حسابی، ایشون خودش 20 سال جزو همون تندروها و جزو همون دستگاه بوده، مثل همین ترامپ احمق که میاد میگه من مشکلات حل میکنم. بعد شما بگید مشکلات رو، همون مشکلی که ما برای شاه هم داریم با این شاه اللهیا، هی میگن دوربری هاش نمیگذارن و الا اون آدم خوبی بود. آقا اگه آدم خوبی باشه اولین کاری که میکنه میاد میگه این دوربری های من پدر سوختان نمیذارن من کار کنم. نیستن عزیز من. من به خاطر این مقاله بود که این آقا تماس گرفتم. تحلیلگر دانشگاه و استاد دانشگاه و اینها، ایشون میگه که شما به نظرتون این درسته؟ تندروهای داخل ایران نمیگذارن روحانی در سیاست بین الملل برنامه های خود را اجرا کنند. خب که میدونست که اون قرار نبود بیاد بشه رئیس جمهور فنلاند، قرار بود بشه رئیس جمهور ایران، بالاترین رتبهش آفتابه به دست خامنه ای باشه. That's it. ببینید بابو چی میگه. ستارخان و باقرخان هر دو انتحاریون مراجع تقلید زمان خود بودن، هر دو بیسواد و درکی از قانون اساسی نداشتن، درست مثل انتحاریون امروز جمهوری اسلامی داعش. وای به حال ما ملت ایران که هنوز. آها بابو، من نمیدونم شما هنوز زنی مردی، ولی نمیدونم اگه زنی بگم پیشونی تو میبوسم، دستت تو میبوسم، والله نمیدونم با ایرانی ها چجور رفتار کنم. اگه مردی برو روبرو آینه از قول من یه بوسی به خودت بکن، چون من این یادم رفته بود، شما یادم آورد. راجع به قانون مشروطه که این آقای بهنام سهرابی میگه ما قوی ترین قانون مشروطه، از کجا آوردیم؟ کتاب اوستا رو باز کردیم. یه نفر خارج رفته گفته آقا بیان این کارو بکنی، این نمیدونم بلژیکه کجاست که مشروط است، بیان اینو بنویسید. آخرام که آخوندان نایزاشتن. شما چی دارین که به این مشروطه افتخار میکنی؟ انقدر که این بیچاره دکتر نصر احمدی گله خودش پاره کرد، میگه آقا مشروطه از این قانون جمهوری اسلامی بدتره. دلیلش هم آورد، میگه تو این حداقل اینو میتونی این کارو بکنی، تو مشروطه دست و پات بستن. مرسی بابو. خب هفتم مهر روز نکوداشت آتش نشانان، باید اینو خیلی زودتر از یعنی تو برنامه بهتون نشون میدادم، ولی میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری که میمیره بیچاره. بیان صفحه
سوربی اینجا نگاه کنیم با هم کامرای 3. دوستان رو صفحه مردم تیوی که میاین باید فرند ما باشی، اون آقای رایان. ما این کاری کردیم که آقا هر کسی از راه میرسه نیاد اونجا زر رو زر کنه، اقلا جز فرند باشه، جز دوستان باشه، تا اون موقع حق داشته باشه صحبت کنه. مثل ما میگیم آقا اینجا 200 صندلی گذاشتیم، هر کی میخواد بیاد بشینه صحبت کنه. شما وایسادی بیرون، این مردم که اومدن نیستن از اونجا داد میزنی، خب اینجوری قبول نیست دیگه. ولی شما کامنت گذاشتی که خب ببینیم این چی میگه. چیز جدید بگی. آقا من چیز جدید ندارم عباس آقای مهربانی، شما بیا چیز جدید بگو، شما بیا برنامه بذار 10 دقیقه چیزهای جدید، برنامه چیزهای جدید از عباس مهربانی. حالا ببینیم این آقای عباس مهربانی هم حتما نه دمش گرم، اقلا این عکس خودش رو آبجو توبرگ گذاشته، این آبجو توبرگ هم عجب کوفتی بوده. بیا آقای عباس مهربانی، شما ماشاءالله چشا هم نشه و خمار، بفرما هر وقت دوست داشتی یه چیز جدیدی پیدا کردی بیا به ما بگو تا ما هم یاد بگیریم. دوستان اخبار جدید امروز از تلویزیون مردم، با دوستی به نام آقای عباس مهربانی آشنا شدم، ایشون با دوستش نشسته اینجا داره آبجو تو برد میخواد. خب این جدید دیگه، جدید نیست؟ کسی از شما میدونستی که ایشون نشسته داره آبجو میخوره؟ ماشاءالله خیلی هم خوش قیافه و جوون و الله اکبر. برگردیم بابا به همون درد بی درمون خودمون. بیا دوستان میریم پایین، نکوداشت هفتم مهر، روز نکوداشت آتش نشانان. اینجا شما میدونستی آقای عباس فلانی، یادم رو بلان فامیلی، که امروز هفتم مهر است؟ و آیا شما میدونستید که امروز در ایران به عنوان روز نکوداشت، حالی نکوداشت هم تا یه مدت سخت برای ما، بزرگ داشته آتش نشانان به اصطلاح استفاده کردن؟ به نظر من کار خوبیه، پیشنهاد هر کسی بوده دمش گرم، کسای دیگه هم که اجرا میکنن برگزار میکنن آفرین، از این کارا بیشتر کنید. هفتم مهر ماه هر سال به نام روز آتش نشانی نامگذاری شده است و در این روز مردم با نکوداشت رشادت و فداکاری آتش نشانان از آنها تقدیر و تشکر به عمل می آورند. دکتر سلام نیز همزمان با روز آتش نشانان مقاله ویژه‌ای در گرامی داشت یاد و خاطره این عزیزان در اختیار شما قرار داده است. آتش نشان کیست و کار آتش نشان چیست؟ خب اینا رو که دیگه میدونیم بابا. وظایف آتش نشان، یکی از کارهای مهم یعنی مشکل اینا دارن بیچارا و صحنه های دلخراش و اینها رو میبینن، کار بسیار مشکلی هست و حقوقشون هم خیلی کمه. تو آمریکا که خیلی هاشون هم داوطلبن، حالا نمیدونم تو ایران هم مثل که اون یکی دوتا که کشته شدن تو ماجرای مختلف از جمله پلاسکو و اینها، فکر کنم اونها هم داوطلب بودن. اینم از این. 3 بعد از ظهر دکترای روابط بین المللی قائب، بله آقای عادل شریفی دوست کامران قادری. کامران اینا همش تبلیغ، اینا همش با پول بدی، این پولایی که از مردم دارین سرکیسه میکنید باید پول تبلیغ هم اینجا بدید، ولی از امروز دیگه براش نوشتم من با شما کاری ندارم مگر اینکه به اون آقای دکترم گفتم آقا خودت برو روی پیام خصوصی براش بنویس من دکتر فلانی هستم و اگر میخوای من باهات صحبت میکنم، باهاش صحبت کن، امیدوارم که بتونه این بحران رو به روشی بهتر حل کنه. و برای کامران هم نوشتم اگر خواستی وقتی که نشستی فکر کردی آقا امروز الان پاییزه، احتمالا تو ترکیه سردتر از اینجاست، فردا زمستونه، تو جاده طرف داره میاد شیشه جلوش کار نمیبنه، بخار پیچیده فلان میاد میزنه دست و پات میشکنه، شما گردنت شکسته زندگی تو عوض کرده، دست پات بشکنه فلج بشی، یکی از این دوستان میاد یه روز شما رو ببره توالت زیر پات پوشک تو عوض کنه، اون وقت بر میگردی سوغاتی برای خانومت، برای دخترت، برای پسرت. خب آقای سوربی آخر هفته خوبی داشته باشید، متاسفم که بعضی ها صداشون از شکمشون در میاد و شما نیز باید جاها باید حمل کنید، خدا صبرتون بده. خیلی ممنون، متشکرم.
آقای سعید یوسفی. مرسی. خب دوستان عزیز، ساعت 3:44 هست، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت اینجا. مثلا من به خاطری که با این آقا مصاحبه مجانی داشته باشم، تمام ویدیوهایی که این دوستمون زحمت کشیده و فرستاده از خلیج فارس گذاشتم برای دوشنبه. با اینا من میتونستم 3 ساعت شما رو سرگرم کنم، به قول اون دوستمون عباس آقای توبرک، 3 ساعت چیزای جدید به شما نشون بدم. ولی دوست عزیز عباس آقا، شما این مشکلی رو که من امروز گفتم تو جامعه ایرانی قبلا دیده بودی یا برات جدید بود؟ اگه برات جدید بود که پس فرق جدید و قدیم هنوز نمیدونی، جدید بود بازم میگی جدید. اگه برات جدید نبود و قدیمی نبود، چرا نیومدی به ماها بگی؟ بدهکار شدی. و اما اولتیماتوم بیت رهبری به صادق لاریجانی، 6 ماه فرصت داری. ببینیم 6 ماه فرصت داری که چه کار کنی. اینجا هم از این اولتیماتوم ها به هم میدن. میدونید آقای ترامپ 6 ماه فرصت داده به کنگره و مجلس سنا، 6 ماه شما وقت دارید که مسئله این مهاجرایی که بهشون میگن دریمر، آرزومندان، اونایی که جوان بودن پدر مادرهاشون رو بردتشون اینجا. یکی مثل هم آقای کامران قادری، این بنده خدا هیچ حق رأی نداشته، مادرش پدرش بلندش کردن بردنش سوئد که ایشون نره مثلا سربازی. حالا امروز این همه دردسر میکشه که برگرده همون کشور. به اینا تو آمریکا میگن دریمر، کسایی که پدر مادرشون آوردنشون اینجا. اوباما قول داده بود که اینا اینجا میتونن زندگی کنن، کار کنن، که من نمیدونم چرا همون مرده که بهشون نگفتید آقا ویزا بهتون میدیم، اقامت دائم، گرین کارت، فلان اینا. این حرومزاده ترامپ که اومده اینا رو چیز کرد، بعدم خودش گفت که نه من اینا رو دوست دارم. خب اگه دوست داری چه بلایی سر اینا میاری؟ بعد به اینا 6 ماه فرصت داد، نه به اینا، به مجلس. و این میدونه حریف مجلس که نمیشه، مجلس اینا همه مار خوردن، افی شدن. تو گفتی من میام این مار و افی ها رو از این جنگل واشنگتن میندازم بیرون. چه کار کردی؟ خودت افی بودی اومدی شدی اینجا اژدها. حالا ما هم اژدها داریم هم مار و افی داریم. اولتیماتوم بیت رهبری به صادق لاریجانی، 6 ماه فرصت داری. ببینیم 6 ماه فرصت داره چه غلطی بکنه، و 6 ماه دیگه ببینیم. دوباره میگن خب اون 6 ماه کمت بود، بیا 6 ماه دیگه بهت فرصت. این در جلسه محرمانه ای، خیلی جالبه ها، همه این جلسه ها محرمانه است ولی روز چهارشنبه اجرا شده، دیروز رو اینترنت بوده، امروز من دارم براتون میخونم. خب دیگه الان اسمشو نگذارید جلسه محرمانه، بنویسید در جلسه ای. در جلسه محرمانه ای روز چهارشنبه 5 مهر در محل بیت رهبری، 6 ماه با آیت الله صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مهلت داده شد تا نسبت به حل برخی مشکلات اقدام لازم را به عمل آورد. به گزارش منابع خبری آمد نیوز، روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از اذان صبح بر بالای تابوت محسن حججی، میگن این محسن حجتی بوده ولی بعدن شده محسن حججی، این همون بسیجی یا پاسداری هست که داعشی ها سرش رو بریدن و الان جنازه بی سرش توی تهران و توی ایران به اصطلاح به خاک سپرده شده، سرش چی شد نمیدونم. حاضر رو نسبت به قرائت فاتحه و دیدار با خانواده اقدام کرد. پس از آن در ساعت 8 صبح جلسه محرمانه در بیت رهبری تشکیل شد که در این جلسه محورهای در خصوص عراق و اقلیم کردستان مطرح و تصمیماتی نیز اتخاذ شد. در این جلسه آیت الله خامنه‌ای، حجت الاسلام مجتبی خامنه‌ای، وحید اقانیان، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، حجت الاسلام حسن حسین طائب، سردار محمد حسین زیبای نجات نجات، مصباح باقری کنی، حجت الاسلام اصغر اجازی، سردار محمد حسین باقری، سردار محمد علی جعفری، سردار غلام علی رشید و غلام علی حداد عادل حضور داشتند. در این جلسه موضوعات در خصوص مشکلات منطقه توسط حاضرین مطرح و گزارش برخی امور به رهبری جمهوری. هیچی آقا، هیچی. یه مشتی دور هم جمع شدن همون کارهایی که 39 سال کردن و هیچ کس هم حقی نداشته تو حرف بزنه دارن انجام میده. آقا برو ببین کی کشتتش، پیداش کن بیاد بگیرش. همینی که دارن میگن گویا 10 تا سرباز در مرز همین توسط داعش و ماعش و اینها گرفتار شدن و کشته شدن و سر بریده شدن، نه برای اونا مراسم ختم میگذاشتن نه مراسم راهنمایی. این کارا رو که میکنن باز
اینا میخوان به مردم دنیا نشون بدن، به آقای کامران قادری نشون بدن، به آقای عادل شریفی نشون بدن، به سوربی نشون بدن که ببین ما اگه این یکی کشته شد هنوز 10,000 نفر داریم، ما اینقدر به اینا حقوق دادیم، اینا همه خانواده های پرجمعیت، اگه تا دیروز بهشون میگفتی ساندیس خور، امروز اینا حقوق بگیرن، هر وقت خواستیم اینا رو میاریم تو بازار. دوستان خداییش منی که دبیر هنرستان بودم، اونایی که معلم بودن هر روزی میگفتن شاه میخواد بیاد میخوایم ببریم تو خیابون، خوشحالتر نمیشدیم؟ حقوق رو داریم میگیریم میمدیم. من یادمه من خودم دبیرستان که میرفتیم، وقتی ما رو میآوردن خیابون زند نزدیک اون بهارستان، حمام بهارستان نزدیک دروازه سعدی، و من قشنگ وقتی میآوردم اونجا نگهمو میداشتن میرفتم خونه عمم، بعدم نهار اونجا میخوردم بعد میرفتم خونم. اون موقع دبیر نبوده، ما دیگه دبیر که شدیم دبیر هنرستان دیگه اون موقع نبود کسی بیاره شاه براش رژه برا فلان. اینا هم همین آقا بسیجی که خانواده پر جمعیت خونه‌شو از ده و از نمیدونم حلبی آباد آوردن، حالا یا خونه بالا شهر رو بهش دادن یا خودش یه خونه بالاخره سر دست پا کرده از پولای این ورون، و این اگه بگن کامران قادری داره میاد میخواد حکومت رو منقرض کنه چه کار میکنه؟ خودش که میاد هیچی، چوب و چماق هم میده دست زن و بچهش، بیا آقا بریم. آقای قادری عزیز من برو فکر نون کن که این به به چه چه دوستان آب خب. بله دوستان عزیز واقعا دهنم خوش شده، گفتم بهتون اگر مزه آب دوست ندارید یکم آب انار بریزید یا آب پرتقال یا هر چیزی که دوست دارید که مزهش اون بشه، برای آب بخورید، روزی چند تا لیوان آب بنوشید. آقای عباس شما اگه توبرگ میخوری، ما هم اینجا گنیس میخوریم. این گنیس یک آبجوه، یک فکر کنم 600-700 سال قدمت داره. یه دوستی داشتیم علیرضا از ایرلند با همون در تماس بود، اونم بچه دار شد و رفته دنبال پول و کار و کاسبی و کمتر به ما سر میزنه، اب نداره. خب دوستان بستتونه یا بازم بگیم؟ گفتم اینقدر ویدیو این دوستمون فرستاده و آخر هفته است برای جوونا و برای این مسئله جوونی و اینا هم نداره، این هم نشون بدیم، برید شما خوش باشید. بذارید ببینیم از اینجا تا به اینجا خیلی دوره. اینجا نوشته که بله این همون عکس همون چیزی که میبینید، یکیش جلوه خانم است، رنگش خاکستریه، پیدا نمیشه، جلو این آقا رنگش رنگ صورتی یا پوست. نوشته که ویدیوی شیوه استفاده از کاندوم در لبنان جنجال به پا کرد. کسی میتونه به من بگه چرا توی ایران به کاندوم میگفتن کاپوت، به صندوق عقب ماشین هم میگفتن کاپوت؟ چیه هر چیزی یه چیزی میذارن توش میشه کاپوت؟ من رفتم آلمان دیدم کاپوت یعنی خراب، اومدم آمریکا دیدم صندوق و میگن ترانک. این کلمات از کجا اومده؟ در هر صورت این رو برای ما دوستمون فرستاده بود. دوشنبه سعی میکنم که آقا دیر آمدی آقای اوستا تهرانی، حالا برگرد ویدیو رو از اول نگاه کن. دوستان عزیز این ویدیوی ما تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب نصب میشه، میتونید در هر ساعتی از شبان روز با هر وسیله و تلفنی نگاه کنید. ویدیوی خود ما توی تلویزیون مردم تیوی روی سیستم پلیلیستمون قرار میگیره و هر روزی فکر کنم 3-4 بار پخش میشه، چون باید بهتون گفتم اونایی که ویدیو الان اینجا پخش نمیکنن ضرر میکنه، اون موقعی که شلوغ بود این بود اون بود اجلالی بود ما اینا بود، اون موقع روزی یک بار ما تعهد میدادیم، الان به شما میگیم روزی یک بار تعهد میدیم، ولی گاهن 3 بار در روز پخش میشه. برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه کانون آوا، تا امروز برنامه آقای چمنارا، برنامه سربی با مردم، اینها روی پلیلیست اجرا میشن به ترتیب نقشی که دارن. کانون آوا امروز
ویدیو گذاشته بوده، بعدش سوربی، حالا بعدش آقای ارشاد، دوباره بعدش میشه کانون آقا، همینجوری به ترتیب آسیاب به نوبت. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ازتون خواهش میکنم تلویزیون مردم رو حمایت کنید. از فرخ عزیزم خواهش میکنم یه پیام یا رو همین فیسبوک قسمت خصوصی مسیج بفرستی که What can I do for you؟ چه کاری میتونم برات انجام بدم؟ یا به قول ایرانی ها چه خدمتی از دست من برای شما برمیاد؟ که البته تمام این خدمت ها بعدن میشد وظیفه، چون به طرف میگه آقا باید انقدر بدی، اگه انقدر بدن دیگه شما خدمت نمی کنی، شما داری انجام وظیفه میکنی، پول گرفتی، شرح وظایفم بهت گفتن، در قبال این مبلغ، اینم شرح وظایف، این وظیفه رو انجام بدی. چقدر یاد میگیرید از تلویزیون مردم؟ تلویزیون جای یاد گرفتن نیست دوست، تلویزیون جای انترتینمنت، تلف کردن وقت. راستی این کلمه سرگرمی از کجا اومده؟ چرا ما میگیم آقا بیا ببریم یه ساعتی مثلا فیلم نگاه کنی سرگرم بشی، این بچه ها رو ببر تو حیات بازی کنن سرگرم بشن. سرگرمی یعنی چی؟ روز روزگارتون خوش. و اگر اهل مشروب هستید، آخر هفته است، مشروب به اندازه‌ای بخورید که لذت ببرید. سعی کنید مثل من نخورده مست باشید. از اینکه با ما بودید بسیار ممنونم و به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. به امید دیدار شما دوشنبه، و قول میدم این ویدیوی خوبی رو که دوستمون از رانندگی زنها در عربستان فرستاده، باورتون میشه؟ طرف گواهینامه داشته، رانندگی بلد بوده، حالا که این آزادی در عربستان اومده گفته به چه خوب شد، ماشین برداشته اومد تو خیابون. فکر میکنین مردم چیکار کردن؟ مردم گرفتن زدنش، مردم دنبالشون کردن. آقا تو ایران من یادم با زمان شاه خانم رانندگی میکرم، میگم آره تو چی؟ آره آبجی تو آشپزخونه. حالا نمیدونم، مثل که ایران شده الان خانما از اونوری به آقایون چیز میکنه. بدرود. آقای اوستا آمد گفت درود، ما گفتیم آقا دیر آمدی، گفت بدرود. زبله اینا رو میره همین برنامه رو از اول میتونه نگاه کنه. حسن فیسبوک اینه که مثل دی وی آره، یعنی شما میتونی مثل این ضبط میکنه، میتونی برگردی اول اینجوری اینا. و این دیجیتال واقعا کمک بزرگی هم به ما کرد، هم ضرر بزرگی هم به ما زد از لحاظ درآمد. خوشحالم که من به عنوان درآمد تو تلویزیون مردم نیومدم، این یه چیز جنبیه برای پشن من، برای عشق و علاقه من، و فرخ حداقل میدونه. و اونایی که یادشونه مثلا آقای حسیبی، گفتم یه زمانی من گفتم آقا با من مصاحبه کردی این پول خیلی پولدار بود، گفتم پول برای چی؟ گفت خب شما وقت گذاشتی. گفتم نه بده به این بهبانی بیچاره، این هم معتاده هم الکلیه هم شغلش اینجوریه. بعد گفت من به این مادر قهوه چی استخونم نمیدم. خب دوستان عزیز، اگه کلمه ای تو این برنامه گفته شده که فکر میکنید بی احترامیه، از خودتون سوال کنید تا قبل از اون این کلمه رو میدونستید؟ اگه میدونستید به من بگید اولین بار اون کلمه بی احترامی رو از کجا شنیدید. اگه تا امروز نشنیدید که نمیدونید بی احترامیه، برید ببینید یعنی چی. روز روزگار بر شما خوش. شما میتونید مهمون برنامه ما باشید، به شرطی که ناهارتون رو با خودتون بیارید، آبجو با خودتون بیارید، و به خاطر اینکه برگشتن مست نکنی به در دیوار بزنی، آبجوها رو خیلی نخوری، یه دونه آبجو، بعدش هم آب و چای و اینها که اینجا میگن چی، دلوت بشه ها، یعنی رقیق بشه. خب مرسی.